بفرمایید استاد، خیلی خوش اومدید و سلام و درود بر مستمعان و بینندگان عزیز و همراهان بزرگوار. سلام و ادب به محضر همه خانوم ها و آقایانی که در هر جای جهان که هستن صدای من رو میشنون و تصویر بنده رو میبینن، و با تشکر فراوان از همه دستندرکاران شبکه فعالان فرهنگ صلح ایران و به ویژه و بالاخص دوست عزیزم جناب آقای رؤوف آذری که متحمل این درد و رنج و این زحمت شدند برای دعوت کردن بنده. خیلی خوشحالم که سخنرانی میکنم در این شبکه، یعنی شبکه فعالان فرهنگ صلح ایران. در این جلسه‌ای که در محضر دوستانم و آخرین ساعات سال 1400 شمسی رو طی می‌کنیم، خوشحالم که موضوع سخن هم موضوعی است که بسیار ضرورت و بسیار بسیار فایده جامعه بشری عموماً و برای جامعه ایرانی خصوصاً، و اون مسئله صلح‌گرایی یا به تعبیری پاسیفیسم. عرض کنم که من نمیتونم درباره همه موضوعات و مسائل و مشکلات مربوط به صلح‌گرایی در این فرصت کوتاه سخن بگم، اما خیلی خوش دارم که لااقل یک بخش از آنچه که درباره صلح‌گرایی میشود گفت را خدمت سرورانم عرض کنم. قبل از اینکه به این بخش بپردازم، ابتداعا تعریف دقیق یا به تعبیر دیگری تعیین دقیق مراد خودم را از صلح‌گرایی عرض بکنم، که وقتی در این سخنرانی دم از صلح‌گرایی یا پاسیفیسم زده میشه مراد دقیقا چیه. صلح‌گرایی به معنای دقیق کلمه دفاعی است از منظر اخلاق، دفاعی نه از هیچ منظر دیگری، دفاعی از منظر اخلاق برای عدم خشونت، و به تعبیر باز هم از این دقیق‌تر حمله ایست از منظر اخلاق به جنگ. هر کس که از منظر اخلاقی و نه از هیچ منظر دیگری، از منظر صرفا اخلاقی حمله بکنه به جنگ و مخالفت داشته باشه با جنگ و رد بکنه جنگ را، ما به این تعبیر میکنیم پاسیفیست، میگیم این شخص صلح‌گراست. وقتی که گفته میشه رد اخلاقی جنگ، مراد ما دقیقا این است که رد اخلاقی خود پدیده جنگ، رد اخلاقی مشارکت در جنگ و رد اخلاقی حمایت از جنگ. هر ستا یعنی چه خود پدیده جنگ و چه مشارکت در جنگ و چه حمایت از جنگ، اگر رد اخلاقی کردیم ما پاسیفیستیم. درباره صلح‌گرایی با این تعریف که عرض کردم، مباحث بسیار متعددی در فلسفه اخلاق قابل طرح. من از میان همه این مباحث فقط یک بحثش رو در این فرصت سعی میکنم عرض کنم، و اون این که کسانی که از منظر اخلاقی جنگ را و مشارکت در جنگ را و حمایت از جنگ را نقد میکنند و رد میکنند و باهاش مخالفت میکنند، اینها چه دلیل اخلاقی اقامه میکنند برای مدعای خودشون؟ به هر حال صرف این که ما بگیم از منظر اخلاقی
مخالفیم با جنگ که چیزی رو روشن نمی کنه. باید ببینیم اگر از منظر اخلاقی مخالفیم با جنگ، دلیلمون بر رد جنگ، دلیلمون بر مخالفت با جنگ چیه؟ تا جایی که من استقصا کردم در آثار فیلسوفان اخلاق، دیدم که 10 دلیل برای رد جنگ در آثار فیلسوفان مختلف وجود داره. شما باید در این 10 دلیل مداقه کنید، ببینید خود شما به عنوان یک شخص پاسیفیست کدام یک از این ادله، یا کدام 2 تا از این ادله، یا کدام 3 تا از این ادله برای شما قانع کننده تره و خواستگاه مخالفت شما شده با جنگ. این 10 دلیل با هم قابل جمع هم هستند، اما هر کدام از ما اگر مداقه کنیم شاید 1، 2، 3 تا از این ادله را قانع کننده تر بیابیم. من فقط و فقط میخوام اشاره کنم به این ادله. همین ادله از منظر اخلاق دارن بحث میکنن و از منظر اخلاق دارن رد میکنن جنگ را و مشارکت در جنگ را و حمایت از جنگ را. این ادله فرصت بحث فراوان در بابش نیست، ولی لااقل من ایضاح میکنم این 10 دلیل رو تا هر کدام از سربرانم، هر کدام از خانم ها و آقایان به خودشون رجوع کنند، ببینن کدام یکی از این ادله برای خودشون قانع کننده تر. دلیل اولی که اقامه شده است دلیلی است که میگوید اصلا از منظر اخلاقی خشونت قابل دفاع نیست، و چون یکی از مصادیق خشونت و بلکه بزرگترین مصداق خشونت جنگه، به این لحاظ ما با جنگ مخالفیم. اگر دقت کنید این دیدگاه سخن رو میبره عمیق‌تر میکنه و میگه اصلا اخلاق اجازه خشونت نمیدهد، و چون یکی از مصادیق خشونت و بلکه بزرگترین مصداق خشونت و خطیرترین مصداق خشونت جنگه، بنابراین ما از منظر اینکه اخلاقا خشونت رو جایز و روا نمیدانیم، جنگ رو هم جایز نمیدانیم و روا نمیدانیم. این دلیل فقط شامل حال جنگ نمیشه، هر نوع خشونت دیگری غیر از جنگ رو هم شامل میشه، ولی البته جنگ را از آن رو که خطیرترین و مهمترین مصداق خشونته، اون رو هم شاملش خواهد شد. این یک دیدگاهه. این دیدگاه بود که در فلسفه سیاسی غرب می شود گفت ریشش برمیگرده به تالستوی، رمان نویس و متفکر بزرگ روس، بعد به تبعیت از تالستوی، گاندی در هند، که گاندی در هند هم تحت تأثیر آراء تولستوی بود و هم تحت تأثیر بعضی از گرایش های دین آبا و اجدادی خودش، یعنی آیین هندو. او هم اساساً عدم خشونت و غیر اخلاقی بود. بعد از گاندی، مارتین لوتر کینگ، متفکر و مصلح اجتماعی بزرگ امریکایی، او هم به تبعیت از گاندی و طبعاً به تبعیت از تولستوی و البته تحت تأثیر گرایش های مسیحیانه خودش قائل به این شد. این ست متفکر طراز اولی هم که دلیلشون برای مخالفت با جنگ همین مخالفت با خشونت. این یک دلیل. حالا چرا با خود خشونت مخالفن به لحاظ اخلاقی؟ یعنی چرا تولستوی یا گاندی یا مارتین لوتر کینگ با خود خشونت مخالفند؟ اونجا بحث تفصیلی داره که اگر بخوام وارد بحثش بشم دیگه خیلی دور میمونم و نمیتونم این 10 جهت رو همش رو عرض کنم. این دلیل اولی. دلیل دومی که کسانی آوردن برای مخالفت با جنگ،
دلیلیست که ریشش برمیگرده به آرای کانت. کانت معتقد بود که جنگ نه با عقلانیت سازگاره و نه با اخلاق، با هیچ کدام سازگار نیست. اون چیزی که به نظر کانت هم با اخلاق سازگاره و هم با عقلانیت، چیزیست که او ازش تعبیر میکرد به صلح پایدار، صلح ماندگار. کانت معتقد بود که جنگ هم خلاف عقلانیت، یعنی خلاف مصلحت اندیشی است، و هم خلاف اخلاقه. به این معنا که وقتی ما جنگ میکنیم هم داریم مصلحت های مردمی رو که گرفتار جنگن در این سوی جنگ یا در اون سوی جنگ، هم داریم مصالح اینها رو از میان میبریم و بنابراین خلاف عقلانیت داریم عمل میکنیم، و هم در جنگ بخواهیم یا نخواهیم ما مرتکب یک سلسله ناروایی های اخلاقی میشیم، و به جهت این ناروایی های اخلاقی که ما مخالفیم با جنگ. او میگفت که با در اون رساله معروف در باب صلح پایدار میگفت که من نشان میدهم که هم عقلانیت اقتضا میکنه و هم اخلاق اقتضا میکنه که ما به صورت جمعی جامعه جهانی بره به طرف صلح، اونم صلح پایدار، نه صلحی که مقدمه جنگ باشه و نه صلحی که چون جنگ به جایی نرسیده از سر اکراه و اضطرار میپذیری، نه، صلح پایدار، نه صلحی که مقدمه جنگ بعدی باشه و نه صلحی که از بس خسته شده این و زخم خورده این در جنگ میپذیری بشه، نه، صلحی که اساساً میخوایم صلح پایدار باشه. کانتیان و نو کانتیان معمولاً مخالفتشون با جنگ از این منظره. اینم باز دلیل دومی است که اقامه شده. دلیل سومی که اقامه شده است این است که نه، در جنگ آن چیزی که مخالف اخلاقه اینه که بخواهیم یا نخواهیم کسانی در جنگ بیگناهند و کشته می شود. اگر جنگ می شد درش هیچ بیگناهی کشته نشود، خلاف اخلاق نبود. اما مسئله بر سر اینه که الا ولا بود گریز ناپذیر است که در هر جنگی بیگناهان کشته می شود. مسلماً هیچ جنگی نیست که درش کودکی کشته نشود، هیچ جنگی نیست که درش زنی کشته نشود، هیچ جنگی نیست که درش پیرمردی یا پیرزنی کشته نشود، و خلاصه هیچ جنگی نیست که درش غیر نظامی کشته نشود. به هر حال در هر جنگی، ولو ابتداءً تصور به اینه که نظامیان با نظامیان می جنگند، ولی دیر یا زود دامنه جنگ کشیده میشه از نظامیان به غیر نظامیان، و بنابراین زنان غیر نظامی، پیران، چه مرد، چه زن، کودکان و کسانی که هیچ گناهی ندارن اینا کشته میشوند، و چون جنگ متضمن است لاجرم کشته شدن بیگناهان رو، به این جهت هست که خلاف اخلاقه. اگر دقت بکنیم ببینیم این دلیل سوم دلیلی است که جنگ را از آن رو که جنگ است محکوم نمی‌کنه، اما از آن رو که درش کشته میشوند انسان‌های بیگناه محکوم میکنه. و معنیش اینه که اگر جنگی به فرض محال میتونه صورت بگیره که درش هیچ بیگناهی کشته نشود، این دیدگاه میگه اون جنگ که بعدا ممکنه در بابش توضیح بدن که چه جنگی میتونه باشه، اون جنگ میتونه اخلاقی باشه، ولی چون به هر حال عملا هیچ جنگی نیست که درش بیگناهان و غیر نظامیان کشته میشن، به این جهت این نظر میگه که جنگ رو ما نمیتونیم بپذیریم به لحاظ اخلاقی. این هم در واقع دلیل سومی است که آورده شد. دلیل چهارمی که گفته شده این است که نه، جنگ به این دلیل از لحاظ اخلاقی قبیحه که درست است که جنگ موجب ظهور فضائلی در انسان میشه. به هر حال وقتی جنگ صورت میگیرد معلوم میشود که
کی دفاع از ظالم میکنه و کی دفاع از مظلوم. وقتی جنگ صورت میگیرد مظلومان امکان داره که احقاق حقشون بشه و به حق خودشون برسن. وقتی جنگ صورت میگیرد مظلومان ممکنه منکوب بشن، ظالمان ممکنه منکوب بشن و سرکوفته بشن و جناحشون ضعیف بشه. وقتی جنگ صورت میگیرد معلوم میشود که من شجاعت دارم یا شجاعت ندارم. وقتی جنگ صورت میگیرد معلوم میشود که من از اوضاع جنگی سوء استفاده میکنم یا حسن استفاده میکنم. اینها یک سلسله مزایای هستند که طرفداران جنگ به این مزایا اشاره میکنند. ولی من قائل به این دلیل چهارم میگم همه این مزایا در از راه غیر جنگ قابل اکتساب. ضرورت نداره که جنگ صورت بگیرد تا معلوم بشود که چی شجاعت داره و چی جبون و بزدله. ضرورت نداره که جنگ صورت بگیره تا معلوم بشود کی دفاع از ظالم میکنه و کی دفاع از مظلوم میکنه. ضرورت نداره که جنگ صورت بگیره تا منکوب و سرکوب بشوند ظالمان. ضرورت نداره که جنگ صورت بگیره تا از مظلومان بشه دفاع کرد. این نظر نظر ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی است. این فیلسوف میگفت که اینکه کسانی معتقدند در جنگ و در تحولات ناشی از جنگ بسیاری از فضائل انسان ظهور پیدا میکنه و بسیاری از انسانها خودشون رو میشناسند و بسیاری از انسانها انسانهای دیگر رو میشناسند، این سخن درستیه. ولی ضرورت نداره برای اینکه جنگ صورت بگیره. همه آنچه در جنگ معلوم میشود از طریق غیر جنگ هم قابل اکتسابه. از طریق غیر جنگ هم میشه ظالمان رو منکوب کرد، از طریق غیر جنگ هم میشه از مظلومان دفاع کرد، از طریق غیر جنگ هم میشه معلوم شد که کی اهل سوء استفاده است و کی اهل حسن استفاده است، و باز از طریق غیر جنگ هم شجاعت معلوم میشه، از طریق غیر جنگ هم میزان دلسوزی انسان به حال انسان ها قابل اکتسابه. بنابراین من ویلیام جیمز منکر این نیستم که در جنگ این چیزها رخ میده، ولی معتقدم از راه های غیر جنگ هم همه این چیز ها میتونه رخ بده. وقتی میشه اون فضائل را ما در غیر جنگ از خودمون بروز بدیم، من در غیر جنگ هم میتونم نشون بدم شجاع هم یا شجاع نیستم. مگه کسی که در حالت صلح کامل میره روبروی یک تانک میسته، اینم شجاعتش رو نشون داده با اینکه جنگی با کسی نکرده. این سخن ویلیام جیمز. ویلیام جیمز خیلی قائل بود به اینکه فضائلی را که انسان ها در قدیم در جنگ نشان میدن ما بیاییم در فضاهای دیگری نشون بدیم، و بنابراین این توجیهگر جنگ نمیتونه باشه و جنگ ما میتونیم از راه دیگری دنبال بکنیم. باز میخوام جنگ رو نه، این که اون فضائل رو به دست بیاریم. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجمی که وجود داره که کسانی گفتن برای جنگ اینه که گفتن در جنگ چاره جز این نیست که یک سلسله مراتب حکم و یک سلسله مراتب اطاعت باید وجود داشته باشه. هیچ جنگی نیست الا اینکه در این جنگ ما فرمانده اول داریم، فرماندهان زیر دست او داریم، فرماندهان زیر دست هر کدوم از اون فرماندهان زیره رو داریم، و به همین ترتیب جنگ بدون سلسله مراتب اطاعت و حکم، حکم از طرف بالا به طرف پایین و اطاعت از پایین به طرف بالا، نمیتونه در جنگ وجود نداشته باشه. و این با اون یکی از بزرگترین فضائل انسان و اون خودفرمان روایی اخلاقی ناسازگاره. انسان اخلاقی باید بر اساس شهود خودش و بر اساس عقل خودش عمل کنه، ولی در جنگ چاره ای نداره که از بالا دست خودش احکامی رو بپذیره که اینا ممکنه مخالف عقلش باشن و مخالف شهودش باشن. بنابراین این دلیل میخواد بگه که جنگ بدون یک سلسله مراتب حکم و فرمان و بدون یک سلسله مراتب اطاعت و فرمان پذیری امکان پذیر نیست، و حالا که فرمان پذیری خلاف موازین اخلاقی است. انسان اخلاقی یکی از سه تا ویژگی بزرگی که داره اینه که فقط بر اساس شهود و عقل خودش عمل میکنه
و هیچ وقت نمیتونه فرمان رو از بالا بپذیره، و حالا که اون فرمان ممکنه یا با عقل اون ناسازگار باشه یا با شهود اون ناسازگار باشه و یا با هر دو ناسازگار باشه. چون در جنگ سربازانی که می جنگن چاره ای جز این ندارن که دیگر فرمان روا شوند، یعنی به نوعی هترونومی رو بیارن به جای اتونومی و خود فرمان روایی، وقت این خلاف اخلاق. به زبان ساده در اینجا کسی که سرباز است غیر از این که داره خلاف انجام میده در این که آزار و آسیب به دیگران میرسونه، اصلا بزرگترین خلافش اینه که همون اول داره آزار و آسیب به خودش میرسونه، چون داره خلاف موازین اخلاقی خودش عمل میکنه، خلاف شهود اخلاقش عمل میکنه و خلاف عقلش عمل میکنه. و خود فرمان روایی یکی از سه تا شرط اخلاقی بودن که آدم باید فرمان بپذیرد از عقل خودش و از شهود خودش. شهود من اینجا وقتی میگم یعنی شهود اخلاقی، منظورم کشف شهود عرفانی نیست. ما اگر بخوایم اخلاقی باشیم اولا باید کف نفس داشته باشیم، ثانیا باید دگرگزین باشیم، و ثالثا باید خودفرمان روا باشیم، و این سومی در جنگ مسلما به خطر میفته. اینم دلیل در واقع پنجم. و اما دلیل ششم اینه که جنگ خلاف موازین اخلاقی است، به خاطر اینکه پیامدهای جنگ چیزی جز یک سلسله ویرانگری برای طرفین جنگ نیست. جنگ ویرانگری های فراوان داره برای طرفینی که با هم می جنگن، خواه اون طرفی که در عاقبت جنگ پیروز میشه و خواه اون طرفی که در عاقبت جنگ شکست میخوره. طرفین ویرانگری های فراوانی به بار میارن، چه پیروزها چه شکست خورده ها، هم پیروزها برای شکست خورده ها و هم شکست خورده ها برای پیروزها ویرانگری های فراوانی فراهم میارن. و این ویرانگری ها رو ایجاد کردن برای یکی از طرفین جنگ، چه برسه به طرفین جنگ، از لحاظ اخلاقی هیچ گونه موجه نیست و موجهیتی نداره، علل خصوص وقتی به وضع بشر در دو قرن و نیم اخیر دقت میکنیم، که از بس در این دو قرن و نیم اخیر اسلحه سلاح‌ها مجهزتر و پیشرفته تر شدن، مخربتر هم شدن، و این مخربتر شدن ویرانگری جنگ رو در قیاس با جنگ هایی که نیاکان ما با یکدیگر میکردن در 500 سال پیش، در 1000 سال پیش، در 2000 سال پیش اصلا قابل ذکر نیست. یعنی تمام حملاتی که اسکندر در طول عمرش انجام داده، تمام حملاتی که چنگیز در طول عمرش انجام داده، چقدر ویرانگری به بار آوردن، این ویرانگری ها امروز میشه در نصف روز به بار آورد. امروز به خاطر پیشرفت سلاح ها تمام ویرانگری هایی رو که اون وقت در 30 سال 40 سال به بار می اومد، در جنگ های مثلا اسکندر، در جنگ های چنگیز، در جنگ های تیمور دنگ، همه اینا رو امروزه بشر میتونه در نصف روز تمام اون ویرانگری ها رو به بار بیاره. این باعث شده که امروز حجم ویرانگری جنگ و عمق ویرانگری جنگ اصلا با زمان نیاکان ما قابل قیاس نباشه، به دلیل اینکه تجهیزات جنگی ما روز به روز با شتاب، نه فقط با سرعت، با شتاب در حال پیشرفته تر شدن. اون وقت چه برسه که به آخرین دستاورد، آخرین دستاویز جنگی و آخرین سلاح جنگی، یعنی جنگ های اتمی توجه بکنیم، که دیگه معلومه که وقتی پیش بیاد تقریبا میشه بگیم درش اصلا برنده ای وجود نخواهد داشت، همه بالمره بازنده. این هم دلیله. این دلیل اگه دقت بکنید بیشتر تکیهش روی وسعت و عمق ویرانگری های جنگه که در دوران مدرن به مراتب بیشتر از قبل شده، و بعد از اینکه بشر به اسلحه اتمی دست پیدا کرد دیگه به مراتب بیشتر از گذشته شده است. آینشتاین و برتراند راسل بیشتر مخالفتشون با جنگ به همین دلیل برمیگشت. هم آینشتاین فیزیکدان و ریاضیدان معروف آلمانی تبار آمریکایی و هم برتراند راسل فیلسوف بریتانیایی، این هر دو بیشتر به این دلیل تکیه میکردن، عمق ویرانگری های جنگ رو و وسعت ویرانگری های جنگ رو،
چنان عظیم میدیدن که میدن دیگه هیچ دلیل اخلاقی برای جنگ نمیتونه وجود داشته باشه. اینم دلیل ششمیست که و اما دلیل هفتم. دلیل ششم تمام ویرانگری ها رو معطوف میدید به طرف های جنگ. میدید هم این طرف ویرانگری های فراوانی و همون طرف جنگ ویرانگری های فراوانی آرزش میشه. اما دلیل هفتمی که الان میخوام عرض بکنم اصلا کاری به طرف های جنگ نداره. میگه جنگ اونقدر زیانش برای محیط زیست جهانی فراوانه که ما نمیتونیم به جنگ نات میکنیم. محیط زیست اصلا فارغ از دو کشوری که با هم میجنگن، فارغ از دو قوم و قبیله ای که با هم میجنگن، فارغ از دو ملت که با هم میجنگن، اونقدر محیط زیست لطمه میبینه که اون لطمات به هیچ دلیل اخلاقی قابل توجیه نیست. و بنابراین ما باید به این جهت توجه بکنیم که این آسیب ها به محیط زیست، وقتی آسیب به محیط زیست باشه اون وقت معنیش اینه که دیگه در اینجا همه کسانی که در طرفین جنگ نیستن بیگناهانن. چون وقتی محیط زیست از بین بره معنیش اینه که فقط این محیط زیست برای طرفین جنگ از بین نمیره، برای کل 7 میلیارد انسان روی زمین از بین میره. اون 7 میلیاردی که همشون منهای طرفین جنگ در واقع هیچ تقصیری در جنگ ندارن و مثل بیگناهانی هم که در یکی از ادله عرض میکردن. این هم یک دلیل. دلیل هشتمی که کسانی بیان کردن گفتن که نه، دلیل این که ما میگیم با جنگ مخالفیم اینه که جنگ همیشه به سود کسانی است که بلند پروازی سیاسی دارن. همه وقت جنگ رو کسانی برپا کردن که بلند پروازی سیاسی دارن. این بلند پروازی سیاسی شد یا به خاطر به دست آوردن قدرت و یا به خاطر به دست آوردن سرزمین های دیگر. و از لحاظ اخلاقی نه، بلند پروازی سیاسی در جهت افزایش قدرت و نه بلند پروازی سیاسی در جهت زمین های جدید رو به خود ملحق کردن، سرزمین های جدید رو به کشور خود ملحق کردن، هیچ گونه اخلاقی نیست. این استدلال میخواد بگه که اگر دقت بکنیم میبینیم همیشه آغاز کنندگان جنگ کسانی بودند که مطامع سیاسی داشتن، منافع سیاسی داشتن، یک بلند پروازی و به حد خود راضی نبودن سیاسی داشتن، به حد خودشون قانع نبودن به لحاظ سیاسی، به اون میزانی که حقشون بوده اکتفا نمی کردن، میخواستن چیزی زیاده بر حقشون به دست بیارن. حالا گاهی این چیز زیاده بر حق اینه که میخوام قدرت سیاسی رو افزایش بدم، گاهی نه، نمیخوام قدرت سیاسی رو افزایش بدم، میخوام قلمرو سیاسی رو گسترش بدم، اون کشور رو هم به خودم ملحق کنم، اون سرزمین رو هم به خودم ملحق کنم. بلند پروازی های سیاسی و به حد خود قانع نمودن های سیاسی چه در جهت افزایش قدرت باشه و چه در جهت اینکه افزایش قلمرو سیاسی قدرت باشه موجه نیست. نمونه خیلی خیلی اخیرش که همین الان متاسفانه با کمال تأسف در شاهدش هستیم جنایاتی است که پوتین، این مستبد نفرت انگیز، این تحمیل کرده برای یک ملتی که این ملت هیچ گناهی نداره جز این که مورد طمع یک پوتینی قرار گرفته، یک جنایتکاری قرار گرفته که این خواهد قلمرو به گسترش بده، قلمرو به سیاسی خودش. قائلان به این قول میخوان بگن این داستان در همه جنگ ها وجود داره، فقط اختصاص به ارز کنم که کشوری و جنگ خاصی نداره. همیشه آغازگر جنگ میخواد یکی از این دوتا کار رو بکنه، یا قدرتش رو افزایش بده و یا قلمرو به سیاسی خودش رو افزایش بده. و ما نباید هیچ وقت کاری بکنیم که این ظلم صورت بگیره، چون هم راضی نبودن به قدرت خود ظلمه و هم خواستار افزایش قلمرو به سیاسی خود بودن، این هم ظلمه. و ما وقتی در یک جنگ شرکت میکنیم داریم به ظالمی که این ظلم رو خواهد بکنه داریم کمک میکنیم، حالا یا از راه مشارکتمون از جنگ و
و یا از راه حمایتی که از او میکنیم. اینم دلیل عرض کنم که بعدی. دلیل بعدی که میخوام عرض بکنم دلیلیست مربوط میشه به دوران جدید. بعضی از فیلسوفان اخلاق از لحاظ اخلاقی سرمایه داری رو درست نمیدونن. من نمیخوام موافقتی و مخالفتی بکنم و دارم ادله رو فهرست میدونم، چون دوستان بهتر از من میدونن که احکام اخلاقی، قواعد اخلاقی، معیارها و میزانهای اخلاقی فقط شامل حال افعال آدمی نیست، هم افعال ارادی آدمی مشمول احکام اخلاقی میشه و اخلاق باید در بابش بکن و مکن بگه و در بابش درست و نادرست بگه و در بابش باید و نباید بگه. هم این، هم علاوه بر این کل شخصیت و منش انسانم مشمول احکام اخلاقی قرار میگیره که من به لحاظ اخلاقی کلن آیا انسانیم درست یا انسانیم نادرست. علاوه بر این نهادهای اجتماعی هم میتونن مشمول احکام اخلاقی قرار بگیرن. آیا نهاد سیاست اخلاقی است یا نه؟ نهاد اقتصاد اخلاقی است یا نه؟ نهاد دین و مذهب اخلاقی است یا نه؟ این هم میتونه مشمول احکام اخلاقی قرار بگیره. و بالاتر از این نظامات بزرگ هم میتونن مشمول احکام اخلاقی. آیا سوسیالیسم اخلاقی است یا نه؟ آیا لیبرالیسم اخلاقی است یا نه؟ و از جمله آیا سرمایه‌داری اخلاقی است یا نه؟ حالا وقتی که سوال سرمایه‌داری اخلاقی است یا نه پیش میاد، بعد از فیلسوفان اخلاق معتقدن که اصلا خود سرمایه‌داری یک پدیده غیر اخلاقی. خب حالا با اعتنا بر این مقدمه که فعلا من کاری به این مقدمه ندارم که آیا این مقدمه خودش قابل دفاع هست یا نه، اعتراض میکنید، ولی با این در ابتناع بر این مقدمه کسانی گفتن که سرمایه داری پدیده ایست غیر اخلاقی و همه جنگ هایی که در این دو قرن اخیر برپا شده جنگ هایی است که سرمایه داران برای سرمایه داری خودشون برپا کردن. حالا خواه این جنگ ها به صورت علنی جنگ باشه، خواه به صورت کودتا باشه، خواه به صورت مداخله خارجی باشه، خواه به صورت مرکزگریزی های داخلی باشه، شورش ها باشه، همه اینها بالمعال با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه برمیگرده به طرح و تدبیرهایی که سرمایه داران برای منافع خودشون برپا میکنن. و چون سرمایه داری پدیده ایست غیر اخلاقی به نظر این فیلسوفان، اون وقت گفتن هر جنگی که برپا بشه چون برپا کنندگانش این سرمایه دارانن برای حفظ منافع خودشون، این خلاف موازین اخلاقی. این هم باز دلیل دیگری است که کسانی قائل شد. اما دلیل گفتن نه، ما به هیچ کدوم از این ادله نیست که مخالف با جنگی. ما مخالف با جنگی برای اینکه جنگ خلاف اراده خداست یا خلاف حکم خداست. این اگه دقت بکنید دلیلیست در اخلاق دینی، دلیلیست اخلاقی ولی منشعب از اخلاق دینی. کسانی از الهیدانان در طول تاریخ استدلال کردن که اصلا جنگ خلاف اراده خداست. بعضی گفتن جنگ خلاف حکم خداست، نگفتن اراده خدا، حکم خدا. خب البته وقتی بگیم خلاف اراده خداست با وقتی که بگیم خلاف حکم خداست فرقای ظریفی داره، ولی به هر حال همشون گفتن ما کاری به اون ادله دیگه نداریم، خدا اراده نکرده است جنگ را، بلکه اراده کرده است خلاف جنگ را، یعنی صلح را. خدا حکم نکرده است به جنگ، بلکه حکم کرده است به خلاف جنگ، یعنی به صلح. مهمترین مستند کسانی که این قول رو قائلن اینه، میگن کسی حق داره جان کسی رو بگیرد که جان به اون داده باشه، و چون فقط خداست که جان به انسانها داده، بنابراین غیر خدا هیچ کسی حق نداره که جان انسانها رو بگیره. خب آن که دهنده جان است میتواند جان داده رو بگیرد، و چون هیچ انسان جانی به کسی دیگری نداده است،
هیچ انسانی هم حق نداره که از انسان دیگری جان رو بگیره. در واقع یادتون میاد که ناصر خسرو گفت که خلق همه سر به سر نهال خدایند، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نه برکن. همه انسان ها نهال هایی هستن که خدا کاشته از این نهال ها رو. وقتی خدا نهال رو میکاره، کسی حق نداره اون نهال رو برکنه یا حتی شاخه ای از اون نهال رو بشکنه. خب این استدلال استدلال از این مقوله که الان عرض کردم. وقتی میگیم خلق همه سر به سر نهال خدایند، یعنی اگر رشدی در این هست، حیاتی در این خلق هست، اینو خدا داده است. تو نمیتونی مانع این رشد یا مانع این حیات بشی. و به این جهت است که ما نمیتونیم بپذیریم که غیر از خدا بتونه کسی حکم بکنه به این که انسانی رو میشود کشت و بتونه حکم بکنه، اراده بکنه که انسانی رو میشود کشت. خب از این چه نتیجه میشه گرفت؟ از این دلیل دو نتیجه میشه گرفت و بعضی از الهیدانان نتیجه اولش رو گرفتن، بعضی نتیجه دومش رو گرفتن. وقتی گفتید که خدا دهنده جان است و فقط اون میتونه گیرنده جان باشه، اون وقت میتونید به یکی از این دو راه برید. یکی این که پس فقط و فقط و فقط در جایی میشود جان کسی رو گرفت که خدا حکم کرده باشد و خدا اراده کرده باشد که اون جان این شخص رو بگیره. این دیدگاهی است که بعضی از الهیدانان هندو دارند، بعضی از الهیدانان یهودی هم دارند و بعضی از الهیدانان مسلمان هم دارند. اینا مقدمه را قبول میکنن، قبول میکنن که فقط خدا جان داده و فقط اون میتونه جان بگیره. ولی بعد از نتیجه میگیرن که پس فقط جایی میشود جان انسان میگیره که خدا حکم کرده باشه. وقت معتقدن که خدا در مواردی کم حکم کرده است. ببین در آیین هندو اون موارد مشخصه، در آیین یهود هم اون موارد باز مشخصه، در آیین اسلام هم اون موارد مشخصه. اما بعضیا از اون مقدمه این نتیجه رو نگرفتن، گفتن بله خدا فقط باید حکم بکنه که جانی رو بگیری. اما برخلاف آیین هندو، برخلاف آیین یهود و برخلاف اسلام، خدا هیچ وقت حکم نکرده است که جان کسی رو بگیری. این دیدگاهی است که در آیین بودا وجود داره، در آیین داو وجود داره، در آیین جین وجود داره و در چند تا از مذاهب مسیحی. مثلا مذهب مسیحی که ازش تعبیر میکنیم به مذهب اخوان یا مذهب برادران، یا ازش گاهی تعبیر میشه به انجمن برادران، که یکی از مذاهب آیین مسیحی. یکی از مذاهب دیگر آیین مسیح آیین مورمون هاست. مورمون ها به همین قائلند، یعنی خدا هیچ وقت حکم نکرده که جان کسی رو بگیرید و بنابراین ما اصلا معتقد نیستیم. یکی از مذاهب دیگر آیین مسیح کویکرها هستن، اونا هم به همین حکم قائلن. دوستان دقت میکنن که در اینجا تمام سخن بر سر اینه که فقط خدا میتواند اجازه کشتن بدهد، اونجا بعضی میگن و خدا این اجازه رو در جاهایی داده است، مثل آیین بودا، مثل آیین هندو، مثل آیین یهود، مثل آیین اسلام و مثل بعضی از مذاهب مسیحیت. و بعضی هم نتیجه دوم میگیرن، میگن و خدا هیچ وقت اجازه رو نداده. این هیچ وقت اجازه رو نداده اختصاص داده به آیین بودا، آیین داو، آیین جین، که یکی از زیر مجموعه های تقریبا تجدید نظر طلب دین هندوه. و بعضی از فرقه های مسیحی مثل انجمن برادران، مثل کویکرها، مثل مورمون ها. این دلیل یک دلیلی است از اخلاق گرفته شده و از اول از اخلاق دینی گرفته شده. این ده تا دلیل استاد عزیز، این ده تا دلیل رو من خدمت دوستان عرض کردم. هر کدام از دوستان میتونن دقت بکنن در این ادله و ببینن که آیا کدوم که از این ادله به نظرشون قانع کننده تره. من فرصت نکردم که اینا رو بحث بدم، ولی این ده تا دلیل رو استقصا کردم و تا جایی که شمارش کردم در آثار مختلف، غیر از این ده تا دلیل برای مخالفت با جنگ من دلیلی ندیدم. میخوام سخنم رو ختم کنم با یک بیتی از مولانا که در کلیات شمس آمده که آنها که اهل صلحند بردند زندگی را. اونایی که اهل صلحند برنده زندگی هند. آنها که اهل صلحند بردند زندگی را،
وین ناکسان بماندند در جنگ زندگانی، و اونایی که ناکسند و اهل صلح نیستن، اینا تا آخر عمرشون در جنگ میمانند. فکر نکنید هیچ وقت به آشتی خواهند رسید. امیدوارم که همه ما درود در شما استاد عزیز، مخالفت با جنگ و پاسیفیزم رو و التزام به صلح طلبی رو در درون خودمون رشد بدیم. این رشد اول باید از عالم اندیشه شروع بشه و بعد به عالم گفتار و کردار ما تسلی پیدا کنه. به امید موفقیت همه مختلف. خیلی سپاسگزار استاد عزیز، نکات نقضی اشاره فرمودید و خیلی سپاسگزارم. نکات نقضی بود که اشاره فرمودید استاد عزیز. بر همین مبنا اگر خلق همه نهال خدا باشند و ناکسان بمانند در جنگ زندگانی، ما چاره ای نداریم جز این که برگردیم به صلح. و گر صلح کنی لطیف باشد در وقت بهار و مهربانی، وامندگی اندر پس دیوار طبیعت، حیف است تو دریغا دریغا که در صلح بهشتیم. ما تعبیری داریم استاد عزیز، میگویند ابرها به آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین و زمین به اقیانوس ها. و جایی ما میتونیم اشاره بکنیم که انسان ها از این سرود همدلی طبیعت آیا میتونند مهربانی بیاموزند، و اگر میتونند چگونه. و همیشه هم توصیه‌مون این بوده، جنگ ها متاسفانه اثرات مخربی بر محیط زیست دارند، جنگ ها سبب نابودی محیط زیست میشن، جنگ ها یک بخشی از اون صلحی است که ما الان در این جلسه میخواستیم بهش بپردازیم، و اون صلح پایداره، نابرابری، تبعیض و همه اون چیزهایی که سرمایه های انسانی، اجتماعی، منابع ملی و طبیعی ما رو تحت شعاع قرار میده. ما اگر بخوایم به همواره توصیه شده به ما در آیینمون، در اخلاقمون، در اصولمون و در روابط بین ما با طبیعت و زمین، که ما همواره از پیام صلح به زمین سخن میگوییم، یعنی پیام انسانی به زمین که ما در صلحیم با شما با زمین، آیا متقابلا میتونیم پیامی از زمین و پیام صلح‌آمیزی از طرف زمین به انسان منتقل بکنیم، یا اینکه به تعبیر دیگه ای آیا این زایش و نوشدگی در طبیعت آیا میسوره که بتونه کمک بکنه به نادیده کردن صلح در بین انسان ها، و آیا طبیعت زمین و این زایش میتونه چون آموزگاری کمک بکنه به انتقال درس نکته های صلح؟ در این مورد اگر توضیحی باشه من سپاسگزار تون خواهم شد. و همچنین در کتاب شما جناب عالی، در کتاب در رهگذر باد و نگهبان لاله، اشاره داشتید به باد عقلانیت در روزگار ما به شدت وزیدن گرفته است، و اینک باید در این باد شدید نگهبان لاله معنویت بود. شما از تعبیر باد، از تشبیه لاله و از این تشابه و استعارات مدد گرفته تا به نقطه منتهی بشه مطلب که ما به دنبال طب روحانی هستیم که فاقد همه مکتبها، کیشها و آینها باشد، از لوکال یا محلی نباشد و یونیورسال باشد و تعمیم پذیر. آیا طبیعت و زایش و نوشدگی آن میتونه به نوعی الهام بخش این روحانیت معنوی ما باشه و ما رو به سرزمین صلح بین انسانها دعوت بکنه؟ این زایش و نوشدگی طبیعت، باید طبیعت میتونه این الهام بخشی رو برای صلح داشته باشه؟ در جواب سوال سرور عزیزم عرض میکنم که اولا طبیعت به گمان من همین که میبینیم وقتی که کاری خلاف اخلاق
انجام میدیم که یکی از این کارهای خلاف اخلاق هم خشونته و یکی از مصادیق بزرگ این خشونت هم جنگه، وقتی که میبینیم این کار خلاف اخلاق وقتی صورت میگیره طبیعت واکنش منفی به ما نشون میده و طبیعت بسیاری از نعمتهاش رو از ما دریغ میکنه، این به نظر من خودش نشون دهنده این هست که به تعبیر نظام جهان نظام اخلاقیه و معناش اینه که وقتی خلاف اخلاق عمل میکنیم طبیعت هم واکنش منفی نشون میده، وقتی به وفاق اخلاق عمل میکنیم طبیعت هم واکنش مثبت نشون میده. من اول چیزی که میخوام برش تأکید بکنم اینه که وقتی دقت میکنیم و میبینیم که آنچه خلاف اخلاق است حتما محیط زیست رو ویران میکنه و وقتی محیط زیست ویران میشه با یک واسطه خود ما ویران میشیم، این خودش یک واکنشی است که داره طبیعت نشون میده به خلاف کردن و مخالف موازین اخلاقی عمل کردن. و خود این به نظر من نشون دهنده اینه که بله طبیعت هم نظامش نظام اخلاقیه. به زبان ساده گفتم، من جای دیگه هم گفتم، وقتی شما دستگاه دروغ سنج اختراع میکنید، این فارغ از هر فایده‌ای که بر این دستگاه دروغ سنج مترتب باشه که به اون کاری ندارم، خود دستگاه دروغ سنج داره نشون میده که طبیعت نظامش نظام اخلاقیه. چرا؟ چون دستگاه دروغ سنج بر اساس چی عمل میکنه که اگر به مچ دست من ببندن دروغم رو نشون میده به دیگران؟ بر اساس اختلالاتی که در بدن من انجام میگیره. این معناش اینه که دروغ وقتی من میگم بدن من هم داره واکنش نسبت به دروغ نشون میده و این واکنششه که از طریق عقربه دستگاه نشون میده که من دروغ گفتم. به زبان ساده اگر وقتی من دروغ میگم استراب پیدا میکنم و وقتی راست میگم آرامش دارم، خود این استراب واکنشی است که بدن من داره به یک عمل خلاف اخلاق نشون میده و دستگاه دروغ‌سنج بر اساس این استراب ها و بر اساس اینکه فشار خون من و بر اساس اینکه نبض قلب من تغییر میکنه داره کار میکنه. خب من میخوام بگم این در سرتاسر طبیعت هست. نکته دیگری که فرمودن جناب آذری و من میخوام عرض بکنم اینه که بله من واقعا عقیدم بر اینه که اگر ما عقلانیت وسیع و عمیق داشته باشیم به معنویت سوق داده میشیم. عقلانیت های سطحی یا ناقصه که ما را از معنویت دور میکنه. اینه که من بارها تکیه میکنم که اگر ما معنویت عقلانیت رو هم به وسیع ترین معنا و هم به عمیق ترین معناش بگیریم، اون وقت میبینیم که نمیتونیم معنوی نباشیم. بنابراین وقتی معنوی نیستم، فقط این نیست که معنوی نیستم، فقط این نیست که اخلاقی عمل نمی کنم، این هم هست که خلاف عقلانیت هم عمل کردم. حالا این که چگونه از عقلانیت وسیع و عمیق ما میرسیم به معنویت، اینو دیگه من در جاهای فراوان به کرات گفتم. سیر استدلالی که چگونه اگر کسی به معنای وسیع کلمه و به معنای عمیق کلمه عقلانیت رو پاس بداره، اون وقت میرسه کارش به معنویت که در رتبه اول معنویت هم البته اخلاق زیستنه و بعد از اخلاق زیستن بالاتر از اخلاق زیستن. اما این دیگه فرصتش نیست که معنای استدلالی که بارها و بارها تکرار کردم بخوام در اینجا باز وقتی سروران رو باش بگیرم. ولی بله من معتقدم که ما باید این عقلانیت های ناقص رو باب نهیم و بریم به طرف یک عقلانیت کامل که وسعت و عمقش وسعت و عمق درخور باشه. اون وقت میبینیم که هر که عقلانی تره معنوی تر هم خواهد. دقیقا استاد عزیز، شما در جایی هم اشاره کردید که در یادداشت زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد.
اونجا باید اشاره به دو شعار سقراط در باب فیلسوف بودن، خودشناسی و دوم زندگی نازموده را نباید زیست. تأکید میکنی که هر کدام از ما اگر خودمان کندوکاو کنیم، میبینیم کارهایی که میکنیم تحت تأثیر یک، تلقینات پدر و مادر، دو، القاعات معلمان و مربیان، سه، عادات، چهار، افکار عمومی، پنج، تقلید و تعبد است. آیا میتوان مورد شیش را طبیعت دانست؟ و طبیعت هم در این حوزه های جایگاه ویژه برش قائل هستیم؟ البته در پاسخ سوال قبلی اشارتی در شما بینه می خورده بستگی من این که طبیعت هم در ما تأثیر بگذاره به دو معنا درسته. یک معنا این که یک بخش عظیمی از شخصیت و منش ما ناشی از امور ژنتیکه و شکی نداره که امور ژنتیک جزء طبیعت هست. من یک بخش عظیمی به نظر بعضی از مهمترین صاحب نظران این رشته، بیش از 50% شخصیت و منش من تحت تأثیر عوامل ژنتیکی است که من از پدر و مادر و نیاکان خودم به ارث بردم. خب این عوامل ژنتیک در واقع عوامل طبیعی هم و بنابراین طبیعت داره روی شخصیت و منش من اثر میگذاره. به این معنا بده. به یک معنا دوم هم البته طبیعت میتونه اثر بگذاره در سبک زندگی من، در طرز عمل من، در رفت و آمد من، در سخن و سکوت من، در قهر و آشتی من و خلاصه در تمام تعاملات و عرض کنم که تفاعلاتی که با سایر هم نوعانم دارم، طبیعت از یه طریق دوم هم میتونه تأثیر بگذاره و اون نگاه کردن به آثار و نتایج طبیعی اعماله. هر که واقعا با استفاده از دانش‌های امروزی ببینه که اعمال ما چه آثار و نتایج طبیعی برش مترتب میشه، که بعضی از این آثار و نتایج طبیعی رو ما در روانشناسی ازش با خبر میشیم، بعضیشو در جامعه شناسی با خبر میشیم، بعضیشو در اقتصاد با خبر میشیم، بعضیشو در سیاست با خبر میشیم، هر که اینا رو ببینه میتونه البته درس بیاموزه از آثار و نتایجی که بر اعمال ما مترتب میشه. خب از این لحاظ هم میتونیم بگیم طبیعت که داره به ما درس میده که ببین این کارو که میکنی واکنش من اینه، بار دوم اگه میخوای این واکنش رو نبینی اون کارو نکن و اگه میخوای این واکنش رو ببینی اون کارو باز تکرار کن. بله به این معنا هم ما داریم از طبیعت درس میاموزیم. فکر کنم منظور آقای آذری محیط زیست و طبیعت. خب اون محیط زیست بخشی از طبیعت دیگه. بله محیط زیست در واقع داره با کنش های ما رو نشون میده به ما که این کنش که کردید با کنشش اینه و این محیط زیست داره باز با ما درس میده. وقتی من میگم طبیعت، واقعا مرادم محیط زیست به معنی وسیع کلمه است که فقط محیط زیست کره زمین هم حتی شامل نمیشه، کل عالم طبیعت رو شامل میشه. کل عالم طبیعت محیط زیست ماست. استاد عزیز خیلی ممنون و سپاسگزارم. در خدمت عزیزی هستیم که هم به شما علاقه منده و هم در این حوزه یکی از آموزگارانه، یعنی درسایی که ایشون از طبیعت و از محیط زیست برگرفتن تا با آن درس نکته های آشتی و صلح رو منتقل بکنند، دکتر مهیدین محمدخانی از اورامارت هستند. اکنون ایشون همراه ما هستند و مستمع و بیننده این لایو بودند. درخواست میکنیم اگه شرف حضور دارن به جمع ما بپیوندند و قرار شد که سوالی رو محضر شما طرح بکنن و ما هم در خدمتشون باشیم. من استدعا کردم از ایشون که در این لایو به دلیل ارتباط دوستانه‌ای که با شما جناب عالی دارند و همچنین استاد عزیز بنده هم هستند به جمع ما بپیوندند و دقایقی در خدمتشون باشیم. سپاسگزاریم. سلام بر دکتر محمدخانی عزیز و خوش آمدید. شما هستید و استاد ملکیان عزیز، هر دو استاد عزیز بنده. عرض سلام، ادب، احترام و اشتیاق فراوان دارم خدمت استاد بسیار بسیار
گرم سنگ، گرم قدر، ارجمند و آموزنده خوب بنده. جناب استاد، بسیار بسیار خوشحالم که زیارتتون میکنم و بسیار از این سیستم ناراضیم که منو اونجا قرار داده. جای قرار گرفتن من در تصویر صحیح نیست، عذرخواهی میکنم. من متاسفانه در پیج دیگری منتظر این لایو بودم و خیلی از مطالب رو تا دلیل پنجم رو از دست دادم متاسفانه. از دلیل پنجم به بعد خدمتتون رسیدم و بسیار فیض بردم از جناب آذری عزیز، دوست، برادر بزرگتر و عزیز فعال حوزه صلح هم سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کردن. من به دوستان زیادی توصیه کرده بودم که امشب رو از دست ندن، ولی متاسفانه خودم قسمت عمده‌ای رو از دست دادم. من راستش سوال ندارم، اومدم بیاموزم و اگر سوال هم بپرسم برای آموختن، اگر نه ما کجا و سوال کجا. استاد عزیز، اگر اجازه بفرمایید، من گفتگوی شما رو قسمتی رو شنیدم، ولی چند نقطه ای که به نظرم میرسه خدمتتون عرض کنم. محمد خانی ایشون یکی از عزیزترین دوستان بنده اند و واقعا من علاوه بر این که از علم ایشون خیلی استفاده کردم و شاگردی ایشون رو غایبانه کردم، اگرچه در حضور ایشون هم من شاگردی کردم، ولی باور کنید به صداقت میگم بیش از این که من از علم ایشون چقدر استفاده کردم، چندین برابر از شخصیت و منش اخلاقی و معنوی و پیراستگی و سلامت این شخصیت واقعا ارجمند خیلی لذت بردم و خیلی خوشحالم که امشب، اصلا باور نمی کردم که امشب من در محضر ایشون هم بتونم باشم. خیلی خوشحالم از دیدار ایشون و ایشون خیلی حق برگردان من دارن و باز در یک کلمه میگم من شاگردی ایشون رو غایبانه میکنم، اما خب حضورت خیلی کمتر تونستم در محضرشون باشم، ولی حضورت هم در خدمتشون بودم. خوشحالم و در خدمت هستم. استاد واقعا بنده رو، من واقعا شرمندم از شنیدن این صحبت ها. جناب استاد، بنده از هر سطر نوشته های شما شخصیتم مثل درختی که توی خشکسالی گیر کرده آب میخوره. این مطالب رو نفرمایید، واقعا من الان دیگه روم نمیشه صحبت کنم. من خودم میدونم، همه دوستانم منو میشناسن، من اگه اعتراف کنم کار جدی نکردم. حالا نمیخوام اینجا با این حرفا وقت دوستان رو بگیرم، ولی من یکی از لطفهای خدا این بود که نوشتای شما به دستم رسید و بقیه عمرم رو تلاش میکنم دیگه هدر ندم. بحث از تولد شد، من فکر میکردم این شب از تولد صحبت میشه. من اگه از شیخ شیراز کمک بگیرم، هر نفس یک تولده، چون اگه بره پایین برنگره دیگه ما مردیم. دم به دم ما داریم متولد میشیم، بعضیا در یک نفس یک بار متولد میشن، بعضیا ممکنه صد بار توی همون نفس متولد بشن، بعضیا ممکنه سالی یک بار، روزی یک بار، بعضیا ممکنه عمرشون تموم بشه هنوز متولد نشده باشن. من جسارتاً یک جمله کردی گفتم چون تو فارسی معادل نداره، میگم آدم ها بعضیاشون میمیرن، بعضیاشون مردار میشن، بعضیاشون اتوپن، این دیگه فارسی نداره، بعضیاشون شهید میشن، بعضیاشون اصلا نمیمیرن که متولد بشن. این کیفیت زندگی آدم هاست، اونا رو متولد میکنه و ما متاسفانه فکر میکنیم بهار تولده. مگر زمستان مقدمه این تولد نیست؟ مگر رحم یک تولد نیست؟ مگر تولد در جهان یک تولد نیست؟ مگر مرگ تولد بعدی نیست؟ مگر مولانا نمیگه از نما میمیریم میشیم نبات، از نبات میمیریم میشیم آدم، از آدمی میمیریم میشیم ملائکه؟ حالا من از اینا بگذرم، میخوام این سوال رو از محضر استاد بپرسم. واقعا میخوام بفهمم، نفهمیدم هنوز. آیا واقعا اگر انسان از زمین حذف بشه ما احتیاج به معنای کلمه صلح داریم؟ آیا بدون وجود انسان بر روی زمین جانوران جنگ و شکار و
همه کارهای غریزی که انجام میدن اسمش صلح یا اسمش جنگه؟ یعنی به نظر من از روزی که بشر متولد شد صلح معناشو از دست داد و جنگ شروع شد. و دوباره از جناب استاد این سوال اول من بود بدون وجود آدمی، چون من در حوزه محیط زیست میگم تو رو خدا وحشی رفتار کنید، چون وحشی ها محیط زیست رو از بین نمیبرن، این آدم ها هستن که محیط زیست رو از بین میبرن. و در مورد دیگه از صحبت های حضرت عالی کمک میگیرم که پنج بخش وجودی رو برای انسان نام میبرید، همونطوری که در صحبتاتون فرمودید اگر ما اخلاق رو برای رفتارهای آدمی میتونیم محک قرار بدیم، آیا این رفتار اخلاقی است یا نه؟ و بعد کلیت شخصیت یک آدم رو، آیا این شخصیت اخلاقی است یا نه؟ و بعد در مورد جوامع هم بپرسیم، یا نهادها از خواهی میکنم، این نهاد آیا اخلاقی است یا نه؟ و بعد به نظام ها و سازمان ها. من یک سوال از همین طرح میکنم، اگر بتوانیم انسان انگارانه به طبیعت بنگریم و در اون همون پنج حوزه رو مشخص کنیم، مثلا جمادی حوزه باشه، نباتی حوزه باشه، حیوانی حوزه باشه، و حالا اگه سه حوزه شد چهار حوزه، صلح این چهار حوزه کی به همش زد؟ جواب فی البداهه بنده انسانه، ولی باز کی میخواد این صلح رو برگردونه؟ همون صلح درونی که میفرمایید اگه الان طبیعت رو انسان بکنیم، صلح درون انسانو رزیلت ها به هم میزنه و صلح درون انسان رو فضیلت ها دوباره تأمین میکنه. آیا صلح طبیعت رو انسان وقتی که از اخلاق دور میشه به عنوان یک عنصر در این مجموعه طبیعت، رزیلت طبیعت نمیشه و اگر برگرده فضیلت طبیعت نمیشه؟ و آیا در این مرحله ما ناگزیر نیستیم، این سوال سوم بنده است، از صلح رومی یا صلح با شمشیر صحبت کنیم؟ الان مثلا آمریکا میخواد به سود سرمایه‌داری خودش مثلا حقوق محیط زیست یا اخلاق زیست محیطی رو معترف نباشه، آیا لازم نیست قدرتی باشه که صلح رومی رو به اینها تحمیل کنه؟ مثلا مثل همین تحریم هایی که برای روسیه در نظر گرفته میشه که مجبور به صلح رومی بشه یا صلح با شمشیر. فعلا این سه تا سوال میدونم خیلی وقت میگیره، من این سه تا سوال رو البته شاید هم وقت نگیره نزد شما، ولی سوال بعدی هم دارم، ولی برای دوستان دیگه مون، برای این که وقت بمونه من دیگه بیشتر نمیگم. خب من در واقع چیز یاد گرفتم به ظاهر سوالات شما، اصلا چیز یاد گرفتم. من در تکمیل فرمایش آقای دکتر محمد خانی، بله سه تا هست نکته ایشون رو بهش اشاره میکنم. نکته اول اینه که محیط زیست به نظر من با پیدایش انسان آهسته آهسته و بعد کم کم با سرعت بیشتر و الان با سرعت و با شتاب با هر دو داره به فساد کشیده میشه. من کاملا با آقای دکتر موافقم در این که قبل از اینکه انسان بر روی کره زمین پدید بیاد، ما چیزی نداشتیم به نام تخریب محیط زیست، ویرانگری محیط زیست. این که بعضی از موجودات تغذیهشون از بعضی از موجودات دیگه است، این به معنای تخریب محیط زیست نیست. ما انسان ها هم گاهی از حتی اگر گیاهخوار هم باشیم، باز هم داریم از گیاهان استفاده میکنیم و گیاهان رو به مصرف خوراک خودمون میرسونیم، ولی به این صرف این که نمیشه گفت که خشونن. اما و به صرفه این نمیشه گفت تخریب محیط زیست. اما انسان واقعا از وقتی وارد کره زمین شد که نمیدونم از کی شده، من میتونم بگم که آهسته آهسته تخریب محیط زیست شروع شد. بزرگترین عاملش هم به گمان من عجب نوعی ما انسان هاست. من بارها و بارها و بارها این نکته رو گفتم و دوست دارم سردارانم بهش توجه بکنن. عجب و غرور به تعبیر امروزی تر و تکبر، اینا سه جوره. یه وقت من مصطفی عجب و تکبر و غرور فردی دارم، یعنی به کسی سلام نمی کنم یا جواب سلام کسی رو نمی دهم و
خلاصه در گفتار و کردارم نشون میدم که اصلا خودم انسان متکبریم، انسان مغروریم و انسان دستخوش عجبم. این عجب فردیه. یه وقت هست که نه، من مصطفی عجب فردی ندارم اما عجب گروهی دارم. یعنی چه؟ یعنی اصلا در رفتارم، در گفتارم و کردارم شما عجبی نمیبینید، کبری نمیبینید. اما به محض این که نقدی بکنید به رئیس مکتبم، رئیس مسلکم، رئیس مشربم، رئیس مرامم، بنیانگذار دینم، بنیانگذار مذهبم، بنیانگذار آیینم، بنیانگذار کیشم، کسی که بنیانگذار اسم من بوده، بنیانگذار ایدئولوژی من بوده مثلا، یا به محض اینکه میبینید که یک کسی حمله کنه به ملت من، نقد بکنه ملت مرا، یا نقد بکنه جناح سیاسی مرا، یا نقد بکنه طرز تفکر مرا، اینجاها میبینید که حمیت نشون میدم، غیرت نشون میدم و به هیچ وجه نمیتونم مخالفت شما رو تحمل کنم. و اینجا نشون میده من عجب فردی ندارم اما عجب گروهی دارم. حالا اون گروه یا گروه همکیشان منن، هم آینه های منن، کسانی که با من هم دینن، هم مذهبن، از یک ایدئولوژی هممون تغذیه میکنیم، هممون پیرو به یک اسمیم، یک مسلک، یک مشرب، یک مرام، عنایت میکنیم، اینا رو داریم. یا اونایی که هم ملیتن با من، یا اونایی که هم قومن با من، اونایی که جناح سیاسیشون، جناح فرهنگیشون، همه اینها رو اگر دیدید من مخالفتش رو تحمل نمی کنم، مخالفت شما رو با اینها، نشون میده من عجب چی دارم؟ گروهی دارم. من عضو یه گروهی هم و نمیتونم این گروه رو بپذیرم که این گروه هم امکان داره خطا داشته باشه. اینم یک عجب دوم. اما بحث من امشب در باب عجب سوم، عجب نوعی. اون عجب نوعی دیگه عجب گروهی هم نیست. نوع بشر گاهی دستخوش عجب میشه. توجه میکنید؟ و یکی از عجبهای نوع بشر اینه که فکر میکنه کل عالم طبیعت رو فقط برای او آفریده. این عجب گروهی هم دیگه نیست. عجب نوعیه. نوع بشر نسبت به بقیه انواع موجودات متکبر. فکر میکنه جمادات را همشون را، همه انواع جمادات را و همه انواع نباتات را و همه انواع حیوانات را، همه را برای او آفریده. من خیلی دوست دارم که دوستان به اون مقاله خیلی معروف وایت توجه بکنن که در دهه هفتم قرن گذشته، یعنی قرن بیستم، مقاله ای نوشت وایت و گفت آقا تخریب محیط زیست، که تازه اون وقت که این مقاله رو می‌نوشت هنوز محیط زیست تا این درجه هم تخریب نشده بود، میگفت تخریب محیط زیست، او میگفت مال ادیانی است که گفتن انسان اشرف مخلوقات و بنابراین مسئولیت رو انداخت به گردن سه تا دین ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام. گفت اینا گفتن کل عالم طبیعت برای انسان آفریده شده است و کل عالم طبیعت باید اسیر انسان باشه و انسان باید امیر عالم طبیعت باشه. گفتن خب مسلمه که امیر وقتی بهش بگی تو امیری و تو اشرف مخلوقاتی، میخواد کل عالم طبیعت رو در جهت منافع خودش استخدام کنه، اون وقت به بحران محیط زیست میانجام. بعد از اینکه این مقاله نوشته شد، بسیاری متفکران وارد این بحث شدند. واقعا صدها مقاله، صدها رساله، صدها کتاب نوشته شد که آیا سخن وایت درسته یا نه. انواع و اقسام جواب ها داده شد. بعضی گفتند که عرض کنم که نه خیر، این تفسیر تو از این ستا دین غلطه. این ستا دین بله گفتن اشرف مخلوقات انسان، ولی تفسیرش این نیست. بعضی گفتن که اگر مال ادیان ابراهیمی بود، پس باید در اون مناطقی که ادیان غیر ابراهیمی رواج دارن باید تخریب محیط زیست صورت نگرفته باشه. بعضی گفتن که نه، اصلا این کاری به
دین نداره؟ مگه همه مردم تو همه کاراشون التزام به دین دارن که بگیم تو تخریب محیط زیستم مقصر دین بوده؟ مردم یه دینهای شناسنامه‌ای دارن، به اکثر آموزه‌ها و فرموده‌های ادیانشون هم عمل نمی‌کنن. چرا تو بقیه کارا رو به عهده دین نمیذاری؟ اینجا تا که اینجا یه خرابی روز شد به عهده دین میذاری. بعضی گفتن نه اتفاقا درسته، حرف وایت درسته، این ادیانی که عجب نوعی رو پرورش دادن، این ادیان مسئول اینن. الا ماشاءالله جوابهایی داده شد در موافقت، در مخالفت، در بست سخن وایت. من یه بخشی از این مقاله رو و یه بخشی از این جوابهای این مقاله رو سالها پیش ترجمه کردم و منتشرم شد. نمیخوام بگم که سخن وایت چقدر درسته و چقدر نادرسته، ولی من در یک جهت موافقت دارم با وایت، و اون که عجب نوع بشر نسبت به سایر انواع موجودات تخریب محیط زیست رو ایجاد کرده. ما باید پیرو در این جهت پیرو فلسفه هایی مثل فلسفه داو، فلسفه بودا و فلسفه جین باشیم که اینها معتقدند بشر هم جزی از اجزاء عالم طبیعت. همین طور که سوسک ها جزی از اجزاء عالم طبیعتند و مورچگان جزی از عالم طبیعتند و پلنگ ها و کرگدن ها جزی از عالم طبیعتند و کاج ها و سر ها، انسان ها هم جزی از عالم طبیعتند، و همون طور که اون ما حقوقی داریم نسبت به طبیعت، اونا هم حقوقی دارن نسبت به عالم طبیعت، و این که ما امیریم و اون رو اسیرند و ما میتونیم هر کار بکنیم، این به نظر من خطرناکه. حالا آیا این اندیشه در ادیان ابراهیمی هست یا نیست، من به اونش کار ندارم، اصلا نمیخوام وارد این بحث بشم. میخوام بگم عجب علت عمده تخریب محیط زیست. بنابراین بله، من با دکتر موافقم، تا بشر روی کره زمین پرید نیامده بود محیط زیست تخریب نشده بود، اما بشر هم به این جهت تخریب کرد محیط زیست رو که دستخوش یه توهم شد، دستخوش توهم اینکه ما نوعی هستیم که هیچ عرض میکنم که بدهکاری به انواع دیگه نداریم، فقط باید انواع دیگه رو استخدام کنیم و به عرض کنم که اهداف خودمون معطوف کنیم. نکته دیگری که آقای دکتر فرمودن که آیا این صلحی که شما میفرمایید، آیا ما نباید یک نوع نیرویی داشته باشیم که مخالفان صلح رو با اون نیرو به صلح دعوت کنیم؟ چرا؟ بنده هم معتقدم همینطوره. بنده هم معتقدم که ما بعضی از تلقی ها را که این تلقی ها مخالف صلحند و اینا رو باید از میان ببریم، اما راه از میان بردنش به نظر من فقط نیروهای باوراننده است. ما از نیروهای وادارنده و از نیروهای انگیزاننده نباید استفاده کنیم. ما مخالفان صلح رو هم فقط با توسط به نیروی استدلال باید متقاعدشون کنیم به این که دست از این اندیشه های خلاف صلحشون بردارن. اما یه چیز بعدی هم وجود داره که اون در تایید فرمایش های دکتره، و اون که ولی تمام نیروهای استدلالگر رو هم که به کار بزنیم، کسانی هستند که به خاطر منافع خودشون یا به خاطر منافع گروهشون نمیخواهند تبعیت از حکم استدلال کنن، نمیخوان التزام به استدلال ببرزن. اینجاست که من معتقدم یک قرارداد جهانی باید در مقابل اینها بیست. ما باید یک قرارداد جهانی داشته باشیم، یک جامعه جهانی ایجاد بکنیم که اگر یک کسانی خواستن علی رغم همه استدلالات قانع کننده ای که اقامه شده بخوان التزام نورزن، باید در مقابلشون ایستاد. ولی یک قرارداد جهانی میخواد، یک جامعه جهانی میخواد که این کار انجام بده. اگر ما بخوایم خودمون گروه گروه این کار انجام بدیم، پذیرفته ایم که جهان بشه باز یک جنگلی پر از آشوب. یک قرارداد گرایی جهانی رو من طرفدارش هستم که یک قراردادی بکنیم که کسانی که نمیخوان به موازین عقلانیت و به موازین اخلاق نمیخوان التزام ببرزن، ما بتونیم با یک قرارداد جهانی اونا رو در واقع از صحنه بیرون بکنیم. اما این قرارداد فقط باید جهانی باشه و الا نوعی ملوک و طوائفی فرهنگی پیش میاد که من از این فرهنگ خوشم نمیخواد، میخوام این فرهنگ رو نابود کنم، اونم از این فرهنگ خوشش نمیاد، میخواد فرهنگ من رو نابود بکنه. اینم من واقعا قائلم. اما یه چیز آخری آقای دکتر
اشاره کردن که اون چیز آخر خیلی مهمه و اون این که من واقعا عقیدم بر اینه، خودم البته متاسفانه در مقام عمل رعایت نمی کنم، ولی شما از من بپذیرید، با اینکه خودم عمل نمی کنم از من بپذیرید که همه صلح‌های بیرونی با صلح با خود شروع میشه. آدمی که با خودش در آشتی نیست و صلح درون نداره و خودشو دائما داره ملامت میکنه، دائما داره سرزنش میکنه، دائما سرکوفت به خودش میزنه، دائم داره با خودش کشتی میگیره، دائم داره کارهایی میکنه که وجودش فریاد میکنه، خلاف عقلش رفتار میکنه، خلاف شهودهای اخلاقش رفتار میکنه و خلاصه در درون خودش جنگ هست، این هیچ وقت با هم نوعانش نمیتونه در صلح قرار بگیره. صلح بیرون فرزند صلح درونه. تا من با خودم در آشتی نباشم با کسی نمیتونم آشتی بکنم. حالا اینکه چگونه با خودم در آشتی قرار بگیرم و یک وجود یک پارچه بشم، نه یک وجودی که چندین اتاق داره و هر اتاق و حجره ایش داره بر ضد بقیه اتاق و حجره ها فعالیت میکنه، تا وجودمون یک پارچه نشه و از این کمپارتمنت درونی نجات پیدا نکنیم، از این قرفه قرفه شدن درونی، حجره حجره شدن درونی، اتاق اتاق شدن درونی، تا از این ما بیرون نیاییم ما صلح با دیگران نمیتونیم بکنیم. بنابراین من نمیتونم بپذیرم که یک کسی صلح درونی نداشته باشه و این دم از صلح بیرونی بزنه. این شخص اگر دم از صلح بیرونی میزنه حتما منافعش اقتضا کرده که دم از صلح صلح واقعی و صلح بیرونی واقعی رو کسی میخواد که در درجه اول با خودش در آشتی باشه. آدمی که با خودش در آشتی نیست با قید خودش هرگز نمیتونه آشتی داشته باشه و اینجاست که به نظر من ما نیاز به فرزانگان داریم و نیاز به عارفان داریم. این دو گروه هم که صلح درون رو برش این همه تاکید میکنن، یکی فرزانگان تاریخ هم و یکی عارفان هم، که این صلح درون رو اول تو با خودت پیدا کن. من مصطفی اول باید با خودم در آشتی باشم، بعد از اینکه در خودم با خودم در آشتی بودم به درجه آشتی با خودم با شما هم در آشتی هم. هر که با دیگری نزاع میکنه با نزاعش نشون میده که با خودش در نزاعه به نظر من. و این سخن لب سخن دکتر در قسمت سوم سخنشون. درود بر شما استاد عزیز. همون جاییست که اشاره فرمودی بزرگترین مؤلفه سلامت روانی آشتی با خود و صلح درونی است. و آشتی با خود به این معناست که همه ساحت وجودی آدم با هم سازگار و هماهنگ باشند، باورها، احساسات و عواطف و خواسته ها و گفتار و کردار. ما این آشتی رو در ساحت وجود هم جنابعالی استاد معزز و هم استاد محمد خانی عزیز شاهدیم. استاد محمد خانی عزیز با ما بمونید، ما عزیز دیگری رو هم دقایقی دعوت خواهیم کرد و انشاءالله به سرانجام مطلوب برسه این گفتگو. آقای مولود بهرامیان عزیز، استاد بهرامیان بزرگوار که تسهیلگر این گفتگو هم بودن، یعنی کمک کردن با دکتر بیگزاده عزیز که این اتفاق میمون بیفته و همچنین سپاسگزاریم از مادر وارستم و مهربانوی بزرگوار استاد ملکیان عزیز که واقعا عنایت ویژه‌ای داشتن به شبکه فعالان فرهنگ صلح و صلح درون ایشون هم سبب شد که این گفتگو در این دقایق و ساعات پایانی قرن قبلی و سال 1400 اتفاق بیفته. آقای مولود بهرامیان بزرگوار، دعوتتون میکنیم که به جمع ما بپیوندید و اگه نکته یا سوالی از استاد عزیز هست شما مطرح بفرمایید. ما به یمن لطف و تلاش شما و همچنین دکتر بیگزاده عزیز اینجا هستیم و خوشحال و مفتخریم از اینکه جمع خوبان رو ما امروز در این لایو ارزشمند به این گفتگوی خوب با هم داریم. آقای بهرامیان عزیز سلام علیکم، تصویر بنده رو داریم؟ تصویرتون خیلی نامطلوبه ولی صداتون هست، شما بفرمایید.
ولی تصویرتون رو نداریم آقای برنامه. شاید انگوش بزنید روی صفحه، فکر کنم دوربینتون رو بستید. دوربین رو زدم ولی نمیدونم چرا. من تصویر آقای دکتر محمد خانی رو ندارم. خب احتمالا اینترنت ضعیفه، ولی صداتون رو داریم. شما بفرمایید. بنده خیلی مفتخر و خیلی خوشحال هستم در خدمت استاد بزرگوارم استاد ملکیان و استاد گرانقدر آقای دکتر محمد خانی، از دوستان ارجمند بنده و شخص شخیص شما، سبب ساز این گفتگوی بسیار سازنده شدید. خیلی خوشحالم و پیشاپیش حلول سال نو را خدمت استاد عزیزم جناب ملکیان و همه حضار گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که سالی مملو از خوشی و خوبی و احساس ارزشمندی باشه. سوالات بسیاری در ذهن بنده هست. حقیقتش من خیلی استفاده کردم از بیانات گوهربار استاد عزیز و همچنین آقای دکتر محمد خانی، ولی در چند حوزه سوال برای بنده ایجاد شد، هم در حوزه خشونت و جنگ و هم در حوزه صلح درونی که البته شما توضیحاتی دادید، استاد هم توضیحاتی دادن و حدود این سوال مرتفع شد. و در زمینه اخلاق دشمنی هم میخواستم توضیحاتی را از استاد داشته باشیم. حالا مشخصا سوال بنده اینه که آیا میشه با توجه به این که در دنیای واقع دشمنی و جنگ و منازعه یکی از واقعیات تلخ و ناخوشایند زندگی فردی و جمعی ما هست، اگر از قدیسان بگذاریم، انتظار این که به یک چشم به دوست و دشمن بنگریم و با هر دو به یک شیوه رفتار بکنیم و مقابله به مثل هم داشته باشیم، شاید انتظار واقع بینانه این نباشه. حالا اینجاست که بحث اخلاق دشمنی مطرح میشه. من از استاد بزرگوار خواهش میکنم که در باب این اخلاق بیاناتی رو داشته باشن تا بیشتر متوجه بشیم که لاجرم این اخلاق باید وجود داشته باشه، چون واقعیت جنگ یک واقعیتیه که انکار ناپذیر هست و ما متاسفانه جنگ های خونباری را در طول تاریخ بشریت از همون حابیل و قابیل داشتیم و حالا هم داریم. این سوال اول. سوال دوم در رابطه با جان من پوزش میطلبم به دلیل اینکه زمانمون تموم شده. من این لایو رو میبینم تا بتونیم ذخیره بکنیم، بعد چند دقیقه دوباره برمیگردیم خدمتتون، چون که اگر ذخیره نکنیم این لایو از دستمون خواهد رفت، در خواهد رفت و امکان ذخیره کردنش رو نخواهیم داشت. من اجازه بدید اینو میبندیم، باز میرسیم خدمت استاد. دقایقی چند در باز در خدمتشون خواهیم بود با لایو دیگه‌ای که باز خواهیم کرد. عرض سلام میکنم به دوست بسیار عزیزم جناب آقای مولید بهرامیان و خیلی خوشحالم که ایشون رو اگر چه چهره ایشون دارید اما در خدمت شما. ما دستمزد اینو باید بله عرض کنم که این گروه دستمزد نمی کنم لایو رو میخوام قطع کنم و سیوش کنم، ذخیرهش کنم که بعدا باشه. این لایو رو سیو میکنیم بعد برمیگردیم خدمتتون. ممنون از همراهی همه شما خوبان. الان برمیگردیم دوباره مجدد برمیگردیم خدمتتون. شما چایی رو سرخه کنم خیلی سر شده. بذاریم من پرده همه به نام خداوند مهربان. در ادامه فایل دوم گفتگو با استاد ملکیان عزیز در خدمت سه عزیز و بزرگوار بودیم، استاد ملکیان بزرگوار، استاد محمد خانی عزیزمون از شمال غرب کشور که سوالی رو طرح کردند و منتظر بودیم که استاد عزیز پاسخ سوال ایشون رو داشته باشن که به دلیل
طولانی شدن گفتگو در قسمت اول ناچار شدیم که گفتگو را قطع بکنیم و مجدد محضر شما خوبان برسیم. ممنونم از هر سه بزرگوار و از همه خوبانی که تاب آوردن این گفتگو رو و تا اینجا همراه ما بودن. استاد ملکیان عزیز رو دوباره دعوت میکنیم، همچنین استاد محمد خانی بزرگوار و آقای بهرامیان عزیز. امیدوارم که تصویر های بهرامیان رو بهتر شده باشه. دوستان عزیزم کامنت ها بازه اما زمانمون واقعا خیلی محدود. استاد واقعا خسته شدم، ما شرمنده شدیم در این شب پایانی سالی با کلی مشکلات و حتی تعمیر منزل و مسائل دیگر، نبود تیم رسانه‌ایشون که ناچار بودیم از پیجی دیگری استفاده بکنیم. باز خدمتشون هستیم که انشالله دقایق کوتاهی در قسمت دوم در خدمتشون باشیم و بیش از این مصده اوقات این بزرگوار و شما شایستگان نشدیم. اما دعوت میکنیم این بار هم از استاد عزیزمون جناب دکتر ملکیان بزرگوار، دکتر محمد خانی و آقای بهرامیان بزرگوار. منتظریم استاد ملکیان بپیوندند و همچنین دو عزیز دیگه که در جمع ما بودن. بله آقای بهرامیان تشریف آوردن. آقای بله بهرامیان فقط گوشیتون رو 90 درجه سمت راست بچرخونید که ما تصویرتون رو، البته اگه نشه الان دست جمع دوستانم بیان شاید اصلاح بشه. بله دکتر ملکیان بزرگوار، استاد ملکیان عزیز و دکتر محمد خانی. بله استاد ملکیان هم برگشتند. ما در خدمت استاد ملکیان بزرگوار آی بهرامیان هستیم در پاسخ به سوال آی بهرامیان. استاد بفرمایید. سلام مجدد میکنم به مقصد همه خانم ها و آقایان. من در باب فرمایش آقای بهرامیان دو دکتر رو میخوام عرض کنم. من باید صریحا بگم که من با اون آموزه ای که معتقد است که با نیکان و بدان باید یک رفتار دقیقا مانند هم داشت که بعضی از عارفان هم گفتند، من با این دیدگاه موافق نیستم. من معتقدم که ما باید با همه انسانهای روی زمین، چه بد چه خوب، چه بسیار بد چه بسیار خوب، با همه باید اخلاقی رفتار کنیم. اما اخلاقی رفتار کردن هرگز به معنای مساوی رفتار کردن نیست به گمان من. ما به جای اینکه من بحث رو تطویلش بدم فقط نکته خودم رو عرض میکنم، چون در جاهای دیگری مفصلا گفتم. من معتقدم ما باید با همه انسان ها، از نادرست‌ترین و ناپاک‌ترین انسان‌ها تا درست‌ترین و پاک‌ترین انسان‌ها، باید اخلاقی رفتار کنیم. اما اخلاقی رفتار کردن به معنای مانند هم رفتار کردن نیست. خب یعنی چه؟ اخلاق به نظر من اقتضاش اینه که ما با همه انسان‌ها اخلاقی رفتار کنیم. وقت اخلاقیش به این معناست که با بدان به عدالت رفتار می‌کنیم و با خوبان به شفقت رفتار میکنه. اگر من کسی رو تشخیص دادم به لحاظ اخلاقی و محرز شد به لحاظ اخلاقی که انسانیست غیر اخلاقی، من باید باش به عدالت رفتار کنم، یعنی سر سوزنی حق او رو ضایع نکنم، به او هم اجازه ندم که سر سوزنی حق من رو ضایع کنه و این میشه عدالت. اما وقتی که با شما مواجه میشم که شما انسانی هستید که پاکی، انسانی هستید که درست کارید، من اخلاق به من میگه اینجا دیگه با شفقت رفتار کن. در عدالت من سر سوزنی حق اون شخص رو ضایع نمی کردم، به اون اجازه نمی دادم که سر سوزنی حق من رو ضایع کنه. اما با نیکان من به شفقت رفتار میکنم، یعنی سر سوزنی حقشون رو ضایع نمی کنم
اما بخشی از حقوق خودم رو هم به اونها میبخشم. بنابراین به نظر من فرق رفتار من با نیکان با رفتار من با بدان باید در این باشه که من با بدان فقط به مر عدالت باید رفتار کنم و حق ندارم سر سوزنی حقش رو ضایع کنم، اما با نیکان به شفقت رفتار میکنم، یعنی بخشی از حقوق خودم رو هم به اونها میبخشم. خب عدالت با شفقت دو تاست، هر دو به حکم اخلاقه، هم اخلاق اقتضای عدالت میکنه، هم اخلاق اقتضای شفقت میکنه و هم اخلاق در رتبه بالاتر از شفقت اقتضای عشق میکنه. اما فعلا میخواستم بگم تفاوت نیکان و بدان در اینه که با بدان باید به عدالت رفتار کرد و با نیکان باید به شفقت رفتار کرد. بنابراین این رفتار رفتار مساوی نیست، خیلی فرق میکنه. به زبان ساده براتون عرض بکنم، اگر شما با بدان و نیکان به یکسان رفتار کنید، بیایم حتی میخوام از یک منظر تطوری به تعبیر امروزیان از منظر داروینی نگاه کنم، شما اگر با بدان و نیکان درست مانند هم رفتار کنید، میدونید بالمعال کی در نسل‌های آینده برنده خواهد شد؟ بدان. نگاه میکنید بدان افزایش پیدا میکنند. اگر من با بدان و نیکان به یک صورت رفتار بکنم، این معنیش اینه که من کمک کردم که در آینده بر تعداد بدان افزوده بشه در قیاس با نیکان و بر تعداد نیکان کاهش پیدا کنه. نه، من با بدان به عدالت رفتار میکنم، سر سوزن حقشون رو ضایع نمیکنم، ولی سر سوزنی از حق خودم رو هم بهشون نمیبخشم. عدالت اقتضاش اینه. اما با نیکان در رتبه اول با شفقت رفتار میکنم و اصلا بالاتر که میرم عاشقانه رفتار میکنم با نیکان، و این باعث میشه که من دارم جناح خوبی رو تقویت میکنم در جهان. وقتی من از حق خودم یه چیزی میبخشم به نیکان، دارم نیکان رو تقویتشون میکنم، نیکان رو حمایتشون میکنم، و در مساف بین خوبی و بدی دارم طرفداری از نیکان میکنم، یعنی طرفداری از نیکی میکنم. نگاه مساوی به نیک و بد به نظر من معناش اینه که در آینده ما داریم نسل بشر رو به طرف بدتر بودن میبریم، نه به طرف نیکتر بودن. بنابراین نکته اولم خواستم بگم نه، ما هیچ وقت یکسان رفتار نمیکنیم، و من از این جهت با آموزه‌ای که به مسیح نسبت داده شده و به آموزه‌ای که بعضی از عرفا بهش قائلن باش مخالفم، که میگن که خورشید بر منجلاب درست همون به همون صورت میتابد که بر چمنزارها و گلستانها، و تو هم باید همینجور باشی. من واقعیتش اینه که از منظر اخلاق فلسفی با این حرف مخالفم و معتقدم نه، ما با همه باید اخلاقی رفتار کنیم، با نیکان با عدالت که مقتضای اخلاقه، با بدان و با نیکان به مقتضای شفقت و بالاتر از شفقت عشق که اونم مقتضای اخلاقه. اخلاق همه جا یک اقتضا نداره. اما نکته دوم، نکته دومی که در بیان سرورم میخوام بهش تاکید کنم اینه که ما در اخلاق یه چیزی داریم به نام تعارض وظایف. یعنی گاهی وقتا ما دو تا وظیفه اخلاقی داریم، هر دوش هم وظیفه اخلاقی مونه، اما اوضاع و احوال جوریه که اگر بخوام وظیفه اخلاقی اولم رو انجام بدم، دیگه نمیتونم وظیفه اخلاقی دوم رو انجام بدم، و اگه بخوام وظیفه اخلاقی دوم رو انجام بدم، دیگه نمیتونم وظیفه اخلاقی اولم رو انجام بدم. به این میگیم تعارض وظایف. شما چه پیرو به مکتب اخلاق فضیلت باشید، چه پیرو به مکتب اخلاق نتیجه، چه پیرو به مکتب اخلاق وظیفه، در هر کدوم از این مکاتب سگانه تعارض وظایف پیش میاد. یعنی گاهی اوضاع و احوالی شما درش قرار میگیرید که دو تا وظیفه اخلاقی دارید، هر دوش هم وظیفه اخلاقیتونه، اما و از جوریه که اگر اولی انجام بدید دیگه دومی نمیتونید انجام بدید، و اگه دومی انجام بدید اولی نمیتونید انجام بدید. در این گونه مواقع ما چه میکنیم؟ ما میایم وظیفه مهمتر رو انجام میدیم و وظیفه کم اهمیتتر رو به ناچار رها میکنیم. منکر این نبودیم که وظیفه کم اهمیتتر هم وظیفه است، ولی چون نمیتونستیم جمعش بکنیم با وظیفه پر اهمیت‌تر، میایم وظیفه پر اهمیت‌تر رو میگیریم و وظیفه کم اهمیت‌تر رو انجام میدیم. خب حالا از این میخوام چه استفاده کنم؟ میخوام بگم که اگر انسانی پیش آمد
که علارغم تمام ادله اخلاقی و عقلانی خاص ظلم به دیگران بکنه، ما چاره جزی نداریم که از هر راهی که بشه او را از ظلم واداریم. اما اگر وضع چنان بود که از ظلم واداشتن او جز با خشونت با او امکان پذیر نبود، با اینکه یکی از وظایف اخلاقی من عدم خشونت بود، توجه میکنید؟ عدم خشونت بود، اون وقت ببینید من در یک تعارض قرار گرفتم. یک وظیفه اینه که خشونت نبرزم، یک وظیفه اینه که جلو ظلم رو بگیرم. این تعارض وظایف. یک وظیفه دارم که جلو ظلم رو باید بگیرم، یک وظیفه اینه که خشونت نبرزم. خب وقتی این دو تا با هم تعارض کردن، وظیفه جلو ظلم گرفتن مهمتر است از وظیفه خشونت نکردن. وقت در اینجا از باب تعارض وظایف من جلو ظلم رو میگیرم حتی با اعمال خشونت. معنیش این نیست که وقتی اعمال خشونت میکنم عدم خشونت رو وظیفه خودم نمیدونم. نه، به لحاظ اخلاقی عدم خشونت رو وظیفه خودم میدونم، ولی جمع نشد این دو تا با هم. وقتی جمع نشد، من جلو خشونت رو، جلو ظلم رو میگیرم حتی با اعمال خشونت نسبت به ظالم. و از این نظرم میخوام عرض بکنم که من به پاسیفیزم مطلق قائل نیستم، به پاسیفیزم مشروط قائلم. توجه میکنید؟ به ندرت کسانی بودن که در طول تاریخ به پاسیفیزم مطلق قائل بودن، میگفتن در هیچ اوضاع و احوالی کسی حق نداره خشونت بکنه. اما من به پاسیفیزم مطلق قائل نیستم، به پاسیفیزمی قائلم که معمولا بهش میگن کاندیشنال، یعنی مشروط، و گاهی هم تعبیر ریلیتی براش به کار میبرن، میگن نسبی. خب این معناش اینه که من همیشه مخالفم با خشونت، مگر وقتی که مخالفت با خشونت ظلم ایجاد بکنه، که در اون صورت نه، من جلوه ظلم رو میگیرم ولو با خشونت برسیدم. استاد، میشه از خشونت عادلانه یا خشونت اخلاقا روا یا ناروا ما سخن بگیم؟ بله. خب سه تا اینجا اتفاقا خشونت موجه. بله، سه تا مکتب ما داریم که این سه تا مکتب از خشونت میخوان دفاع اخلاقی بکنن. من که همینطور که عرض کردم قائلم به عدم خشونت، ولی سه تا مکتب ما داریم که این سه تا مکتب در اخلاق میخوان بگن که از لحاظ اخلاقی میشود خشونت ورزید، و طبعا میشود جنگ هم، حتی به عنوان بزرگترین مصداق خشونت جنگ هم داشت. این سه تا مکتب، یکی مکتبی است که ازش تعبیر میکنن به رئالیسم سیاسی. رئالیسم سیاسی یک مکتبی است در اندیشه سیاسی که معتقد است که ما حق داریم در مواردی که اون موردم عرض میکنم، دو مورد، ما در دو مورد حق داریم خشونت ببرزیم و در دو مورد حق داریم که جنگ کنیم. این یک مکتب. این دو مورد کجاست؟ رئالیسم سیاسی معتقد است یکی وقتی که به قلمرو سیاسی ما تجاوز بشه. توجه میکنید؟ به قلمرو سیاسی ما تجاوز بشه، ما حق داریم که این تجاوز رو رفع کنیم با توسط به جنگ. این یک مورده. یک مورد دومی هم وقتی که ضرورت ها، دوستان دقت بکنن، ضرورت ها یا نیازها یا ضرورت های اجتماعی ما باعث بشود که ما دست به خشونت و جنگ بزنیم. اینجا دیگه دفاع از خود نیست، ضرورت اقتضا میکنه. توجه کنید، اینجا دیگه بحث دفاع از خود نیست. مثال بزنم، اگر دو تا کشوری اینا از یک رود دارن مشروب میشن، توجه میکنیم؟ که اگر این رود به هر کدوم از این دو تا کشور وارد نشه، مردم از تشنگی هلاک میشن یا زندگیشون به عسر و حرج جدی دچار میشه. خب در اینجا باید این رود به یک صورتی تقسیم بشه که هیچ کدوم از منافع دو تا کشور از بین نره. اینات میکنیم؟ حالا اگر یکی از این دو تا کشور، که معمولا یکی از دو کشور، کدوم کشوره؟ اون کشوری که رود اول از اون کشور جاری میشه و بعد وارد کشور بعدی میشه، اگر این خواست جلو به آب رو بگیره، وقت در اینجا داره منافع ملت من از میان میره
و در اینجا از لحاظ اخلاقی گفته شده که کسانی که به رئالیسم سیاسی قائلن گفتن در این مورد دوم هم اخلاقا ما حق داریم جنگ بکنیم. بنابراین یکی از سه تا مکتبی که قائل است به این که جنگ و خشونت از لحاظ اخلاقی موجهه، مکتبی است که بهش میگیم مکتب رئالیسم سیاسی، و این مکتب هم در دو جا جایز میدونه، یکی دفاع از خود و یکی وقتی که ضرورت‌ها یا منافع یک ملت اقتضا بکنه. این دو جور. یه مکتب دوم هم قائل است به اینکه جنگ، و اونم مکتبی است که بهش میگن مکتب قائل به جنگ مقدس، هالی وار، جنگ مقدس. بعضی از فیلسوفان اخلاق، مخصوصا فیلسوفان اخلاقی که گرایش‌های دینی و مذهبی دارند، به چیزی به نام جنگ مقدس قائلند، همون که در فلسفه سیاسی مسلمان ها بهش میگن جهاد. میگن جنگ مقدس یعنی وقتی که آرمانهای الهی به خطر میفته، معتقدن که ما میتونیم برای اینکه این آرمانهای الهی ریشه‌کن نشه در تاریخ و کسی نتونه این درخت رو یک بار استیصال کنه و از ریشه بکنه، ما برای آرمانهای الهی میتونیم جنگ بکنیم و به این میگن جنگ مقدس. این هم یک اندیشه است. این جنگ مقدس در اسلام و در مسیحیت خیلی پرطرف داره، ولی در آیین یهود و در آیین هندو هم به جنگ مقدس قائلند و معتقدند که آرمانهای الهی، که البته هر دینی هم معتقده که آرمانهای الهی اونیه که من دارم میگم، آرمانهای الهی اگر داره ریشه کن میشه و داره محو و محق میشه در تاریخ، اون وقت ما باید دست به جنگ بزنیم برای کسانی که میخوان این آرمانها رو محو و محق بکنن، یعنی در واقع زائلش بکنن. اینم یک مکتب دوم. یه مکتب سومی هم قائله که اون مکتب اتفاقا نامش همونه که بر زبان دوست عزیزم هم اومد، و اون مکتبی است که به جاستوار قائل، به جنگ عادلانه قائل. میگه جنگ هایی هستن که عادلانه، و ما تو این جنگ ها حق داریم شرکت بکنیم و از لحاظ اخلاقی این حق بر ما هست، جنگ های عادلانه. خب حالا جنگ های عادلانه چند قسمن؟ چه جنگ هایی بهش میگیم جنگ های عادلانه و چه جنگ هایی نمیتونیم بهش بگیم جنگ عادلانه؟ در باب مصادیق جنگ های عادلانه خیلی اختلاف نظر بین فیلسوفانی که به جنگ عادلانه قائلند وجود داره، اختلاف نظر وجود داره. یک مصداقش که اجماعیه اینه که هر جنگی که در دفاع داره انجام میگه عادلانه است. اگر دفاع دارید از خودتون میکنید عادلانه است، اما دفاع از چی؟ از چیتون دارید دفاع میکنید؟ این خودش در اینجا یک بحث هست. بعضی گفتن فقط دفاع از جان عادلانه است. اگه کسی جانتون رو داره در مرز تعرض قرار میده، شما حق دارید باش جنگ بکنید. بعضی گفتن نه، حتی دفاع از مال هم جنگ عادلانه، مشمول جنگ عادلانه میشه. اگه کسی میخواد مال منو بگیره یا مال جامعه میخواد مورد تجاوز یه جامعه دیگه قرار بگیره، گفتن اینم جنگ عادلانه. و بعضی حتی سوم گفتن اگر شرف یک فردی یا شرف یک گروهی یا شرف یک ملتی هم داره از بین میره، اونجا ما حق داریم که جنگ بکنیم، این جنگ عادلانه است. بنابراین جنگ عادلانه یک مصداق مورد اجماعش دفاع از خوده. حالا گاهی دفاع از خود، دفاع از جان خوده، گاهی بعضی گفتن حتی دفاع از مال خود، و گاهی هم گفتن دفاع از شرف و آبروی خود. این یک مصداق جنگ عادلانه. یک مصداق دوم که کسان جنگ عادلانش میبینن، وقتی که ما احراز میکنیم که یکی از طرفین ظالمه در جنگ و دیگری مظلوم، وقت ما حق داریم به سود مظلوم وارد جنگ بشیم. جنگ با خودمون نیست، تو جنگ دفاع از خود، جنگ با خودم. اما در اینجا نه، جنگ دو تا دیگه دارم هم جنگ میکنن، ولی من به عنوان یک ملت اخلاقی یا به عنوان یک گروه اخلاقی یا به عنوان یک فرد اخلاقی، تشخیصمون اینه که یکی از این دو طرف ظالمه و دیگری مظلوم. گفتن ما باید وارد این جنگ بشیم به دفاع از مظلوم و در مقابل ظالم بایستیم. گفتن اینم با جنگ عادلانه است. مثل دو
کسانی حتی جنگ عادلانه رو قسم سومی هم براش قائل شدن. و اون که گفتن کسانی که برای امحاء یکی از ارزش‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن ما باید با اون جنگ میکنیم. گفتن اگه یک کسی، یک گروهی داره برای نابود کردن یکی از آرمان‌های اجتماعی فعالیت میکنه، ما با اونم باید وارد جنگ بشیم، اونم جنگ عادلانه است. آرمان‌های اجتماعی چی هست؟ آرمان‌های اجتماعی هشت هست. به ترتیب اگه بخوام بگم: نظم، امنیت، رفاه، عدالت، برابری، آزادی، برادری، صلح. گفتن این هشت آرمان اجتماعی یعنی چه؟ این هشت آرمان اجتماعی به زبان ساده‌تر بگم یعنی یک جامعه آرمانی باید این هشت را داشته باشه. یک جامعه آرمانی جامعه است که از این هشت برخوردار باشه، یعنی از نظم برخوردار باشه، از امنیت، از رفاه، از عدالت، از برابری، از آزادی، از برادری و از صلح. و گفتن اگر دیدید کسانی دارن با یکی از این هشت آرمان اجتماعی می جنگن، ببینید اینجا دیگه با انسان خاصی نمی جنگن، دارن کاری میکنن که یکی از این آرمان ها از بین بره، آرمان عدالت در این جامعه از بین بره یا آرمان آزادی یا هر کدوم از این آرمان ها، گفتن در اینجا ما میتونیم عرض کنم که جنگ، وارد جنگ بشیم و این جنگ، جنگ عادلانه است. خب این سه تا دیدگاه از هر سه معتقدن که می شود جنگ اخلاقی باشه. یکی کسانی که به رئالیسم یعنی به واقع گرایی سیاسی قائلن، یکی کسانی که قائلن به جنگ مقدس، و یکم کسانی که به نظریه چی قائلن؟ جنگ عادلانه. من به اولی قائل نیستم، به دومی هم قائل نیستم. من نه قائل به جنگ مقدسم شخصا، این که رأی خودم ها تران داشتم گزارش میکنم، من به جنگ مقدس قائل نیستم و معتقدم ما نمیتونیم وارد جنگی بشیم به نام جنگ مقدس و اینو اخلاقی بدیم. به رئالیسم سیاسی هم من قائل نیستم و معتقدم به هیچ کدوم از اون چیزایی که اونها میگفتن که ما میتونیم قائل نیستم. اما به جنگ عادلانه به نظریه سوم قائلم. توجه کن، به نظریه سوم قائلم، به جنگ عادلانه قائلم. حالا میگید به کدوم از جنگ‌های قائلی؟ من معتقدم که من در میان جنگ‌های عادلانه فقط و فقط به اون موردش قائلم که یکی از طرفین جنگ ظالمه و دیگری مظلومه. حالا چه مظلوم خود من باشم، چه مظلوم شخص ثالثی باشه، چه ملت خودم باشه، چه ملت ثالثی باشه، در اینجا به جنگ عادلانه من قائلم. و بنابراین من از اون پاسیفیست‌های مطلق نیستم، من صلح انگار مطلق نیستم، من صلح انگار مشروع و مقیدم. میگم من صلح انگارم مگر یک جا، و اون وقتی که جنگی بین ظالم و مظلومی صورت بگیره. من معتقدم که در اینجا اخلاق افتضاح میکنه که اگر ظالم رو نمیتونیم هیچ جوری سر جاش بنشونیم جز با جنگ، باید جنگ بکنیم. اینم دیگاه بسیار سپاسگزارم. ممنون از آقای دکتر محمد خانی و آقای بهرامیان عزیز، فعلا با ما باشید. آخری سوال رو من تر میکنم، بعد چند دقیقه میریم محضر عزیزانی که همراهمون بودن 3-4 دقیقه، و در انتها در حد 5 دقیقه دیگه ما این لایو رو خواهیم بست و تموم خواهیم کرد بس رو. بعدا در خدمت شما اصفایی میکنم. یک سوال اینجا پیش اومده دقیقا مربوط به این موضوع، من میتونم سوال رو بپرسم؟ دکتر جان بفرمایید، پس این یک دقیقه رو اینجا استفاده بکنید. بله بفرمایید. بله، من ضمن سپاس و تشکر مجدد عرضم به حضورتون، همونطوری که استاد فرمودن اگه ما یکسان در مقابل خوب و بد باشیم، بدی ها رشد میکنن. یه مثال بسیار که من با دانشجویان میگم، میگم وقتی استاد دیر میاد دانشجویان مشتاق رو جریمه میکنه و دانشجویانی که اهمال میکنن تشویق میکنه، و اینه که همیشه جلسات ما 15 دقیقه میشه 1 ساعت تأخیر. این واقعیت داره. حالا ما در جنگ عادلانه یا این سه نگاه مختلف به جنگ، این همه تجاوز میبینیم، این همه ظلم میبینیم، این همه بیارزش کردن آرمانها. مثلا الان شما نگاه کنید، واقعا سرمایه های اجتماعی ما چرا از بین رفته؟ چون ارزش هایی که اونها بهش پایبندن
بی ارزش شده و اونها به حاشیه رانده شدن. آیا اینجا دوباره ما بخوایم این آرمان ها رو پررنگ کنیم، بخوایم یکسان در مقابل خوب و بد نباشیم؟ آیا با سرعت و شتابی که استاد فرمودن اینقدر سرعت و شتاب بدی ها زیاد شده، آیا اینجا حتی عادلانه رفتار کردن جهان رو به جنگ نمی کشه؟ و اگر دوباره از استاد و فرمایشات ایشون کمک بگیرم، آیا اینجا ما بخوایم در تعارض و کانفلیکتی که به وجود میاد من تصمیم بگیرم این خشونت ها رو با خشونت جواب بدم؟ اصلا غریزه موجودات اینجوریه. شما الان توی اینستاگرام تصاویر زیادی میبینید، مرغی که از عقاب فرار میکنه وقتی به جوجهش حمله میشه حتی عقاب رو ضربه فنی میکنه. این دیگه آموختنی نیست، آموزشی نیست، این دیگه در فطرته. و همین رو ما تو کوبانی میبینیم، زنانی که مجبورن با اسلحه هایی که در دستشون جلوی ارتش های عجیب و غریب جهادی وایسن. آیا ما اگر این مباحث رو لحاظ کنیم، ماهایی که جستجوگر صلح هستیم، حتی با نگاه سوم استاد ما نبایستی دست به جنگ های جدیدی، چه جنگ سرد باشه چه جنگ به قول استاد همین باوراننده عمل کردن خودش جنگه. اونهایی که ما داریم باورها رو به مخاطبانشون آموزش میدیم، ما بهشون اعلام جنگ کردیم، چون دوستها در تاریکی ره میزنن. وقتی ما با چراغ میایم اونها میخوان چراغ ما رو خاموش کنن. بنابراین من اگه نتیجه گیری از عرایزم و سوالم بکنم اینه که همونطوری که استاد فرمودن، اصلا صلح به معنای کامل شدنی نیست و ما ناگزیریم طرفداران صلح گاهی خودمون قدم در وادی جنگ بذاریم. بعد من با تمام فرمایش های دکتر موافقم، فقط یک دکتر رو خواستم تذکر بدم. وقتی ما در اینجا جنگ میگفتیم، مرادمون همیشه بحث جنگمون همون جنگ به معنای عرفیش بود، یعنی جنگی که درش اسلحه وجود داره و کشت و کشتار وجود داره. آقای دکتر هر مخالفت رو اسمش گذاشتن جنگ، گفتن وقتی من دارم با نیروهای باوراننده هم کار میکنم دارم جنگ میکنم. خب بله، وقتی با نیروهای باوراننده هم دارم کار میکنم با طرف مقابلم دارم مخالفت میکنم، درسته. اما ما مرادمون اون حل و مخالفتی نبود، همون نوع نظامیش بود که محل بحث ما امشب بود. ولی در این حال از این اختلاف لفظی که بگذاریم، من با کل آنچه که آقای دکتر گفتن کاملا موافقم. خیلی ممنونم. ممنونم استاد عزیز. فقط یک سوال مونده، این سوال رو من طرح میکنم، بعد چند دقیقه محضر همراهمون رو خواهیم بود و در نهایت لایو رو انشاءالله خاتمه میدیم. خیلی منتظر مودید، خیلی سپاسگزاریم. استاد عزیز، استاد ملکیان عزیز، جای مرید سازی و مرید بازی رو مضمون میدانند و این سخن نیچه را تکرار میکنند که پیرو من کسی است که به راه خود برود چون من به راه خود رفتم. آیا این مضمومی مریدی و مرادی برای طبیعت و انسان هم مطرحه؟ نمیشه یکی از دیگری مرید بسازه و مراد دیگری باشه؟ بنیشه من فکر میکنم اگه ما مرادمون طبیعت و محیط زیست باشه، ما مریدان شاید بهتر بتونیم با هم دیگه در این جهان زیست بهتری رو برای خودمون متحقق بکنیم. و این جنگی که دکتر محمد خانی بهش اشاره میکنن، اگر حداقل در عنوان صلح منفیش ببینیم، اون اسلحه‌ای که ما در مراد قرار دادن طبیعت به کار خواهیم گرفت، اسلحه‌ای نخواهد بود که دیگری رو جام بگیره، بلکه شاید اقناعی ایجاد بکنه، شاید فهمی درستی ایجاد بکنه. به این همفهمی و همدلی و همپذیری یک همافزایی در راستای زیست همدلان رو خلق بکنه. آیا این مریدی و مرادی رو میتونیم برای طبیعت هم مضمون بدنیم؟ ولی آیا اینجا یک استثنایی نمیتونیم قائل بشیم؟ عرض کنم که جناب آزادی عزیز، این که ما باید هماهنگ با طبیعت رفتار کنیم و به گفته رواقیان ما باید همیشه نظم طبیعی امور رو
تمام حساسیت رو ببرزیم و کاری نکنیم که نظم طبیعی امور رو عرض بکنن درش اخلال ایجاد کنیم. این کاملا سخن درستیه، هم سخنی مصلحت اندیشانه و هم سخنی اخلاقی که ما همیشه هماهنگ با طبیعت رفتار کنیم، با طبیعت نجنگیم. هیچ جزئی وقتی با کل خودش میجنگه سود نمیبره، هر جزئی وقتی با کل خودش جنگید خودش را از هستی ساقط میکنه و ما جزء طبیعتیم. وقتی با کل خودمون بجنگیم شکی نده که خودمون ساقط میکنیم. این درسته، اما شما به جای هماهنگی با طبیعت گفتید که مرید طبیعت شدن. خب این مرید، لفظ مرید به کار بردن در اینجا اون معنای محل بحث ما رو نداره. ببینید، ما وقتی میگیم بحث مرید و مراد، شاگرد و مرشد، نمیدونم این تعابیر به کار میبریم، یعنی تبعیت بیچون و چرا از آرای یک شخص. ما اگر تبعیت بیچون و چرا از آرای یک انسان کردیم، ما میگم این مرید اونه و اون مراده اینه. اینه ما تقبیح میکنیم. من تقبیح میکنم، فکر میکنم که اکثر ما موافق باشیم با این که تبعیت بیچون و چرا از آرای هیچ انسانی اخلاقا درست نیست، عقلا هم قابل دفاع نیست. اما از طبیعت چی؟ خب حالا من این عرض میکنم، اگه بخوایم لفظ مرید رو در مورد ارتباط خودمون با طبیعت به کار ببریم، اگه مراد تو اینه که آنچه که طبیعت نظم درش وجود داره ما این نظم رو رعایت کنیم، بهش التزام ببرزیم، خب خیلی خوب، ولی این درسته. ولی که تعبیر مرید بودن رو نباید به کار ببریم. مرید بودن یعنی کسی، انسان رأی داره، من بدون اینکه از اون مطالبه دلیل کنم بیچون چرا سخنش رو بپذیرم. این تقبیح میشود، این بود که نیچه تقبیح میکرد، این بود که بنده تقبیح میکنم و به شدت هم تقبیح میکنم. یعنی من معتقدم بزرگترین آفت یک جامعه اینه که سخن کس یا کسانی بیچون و چرا درش پذیرفته بشه. این بزرگترین آفت یک جامعه است. اما دیگه اون که تعبیر بکنیم از این که ما مرید طبیعتیم، به نظر من یه مقدار دیگه لفظ رو اومدیم از معنای متعارف خودش عدول داده ایم. نه، ما هماهنگ با طبیعت عمل میکنیم اما مرید طبیعت نیستیم، چون طبیعت رأیی نداره که ما اون رأی رو بدون چون و چرا قبول کرده باشیم و بعد بدون چون و چرا قبول کردن رأیمون رأی او بکنیم ما رو مرید او. ولی اصل سخنتون اگه منظورتون اینه که ما باید هماهنگ با نظم طبیعی امور عمل بکنیم، این که خیلی عالیه و یکی از آموزه‌های اصلی رواقیانه. رواقیان یکی از پنج آموزه‌ای که ابداعش مال ایناست، یکیش همین این بود که ما باید نظم طبیعی امور رو در همه جا رعایت بکنیم، وگرنه خودمون ضربه می‌خوریم. کل جزئی که با کل خودش ستیزه بکنه خودش از بین می‌بره. درود بر شما استاد عزیز و بر جناب دکتر ملکیان و بهرامیان بزرگوار. من از نقل قول دیگری از استاد ملکیان اشاره می کنم، آنجا که اشاره می فرمایند رنگ و بوی خودتان را داشته باشید، نه مثل میوه هایی که داخل یخچال نکنند رنگ دیگری رو می گیرند. و اگر ما رنگ انسان بودن رو اختیار بکنیم و به تبع ذات انسان بودنمون در کنش با طبیعت، در کنش با دیگری، در کنش با کائنات پیرامونیمون فکر بکنم عمل بکنیم و این اقتضاعات رو بپذیریم، شک نکنیم که زیست همدلانهی نه با انسانها بلکه با تمام زیستمندان در این دنیا رو تجربه خواهیم کرد و از چشمه خواهیم آموخت که بدون رنگ و زبان و نژاد و جغرافیا ببخش از درخت سایه و میوه و اکسیژن و همه اینها بدون لحاظ کردن هیچ مرزبندی در طبق اخلاص نهد و ببخشد و این بخشندگی و بخشودگی رو از طبیعت بیاموزیم. و در نهایت میرسیم به نکته ای که اشاره بکنم در باب جنگی که بین روسیه و اوکراین بود، جنگ هایی که در منطقه خاورمیانه بود، جنگی که در میانمار بود و قطعا مسلمانان در اونجا و همه جنگ هایی که در پیرامون ما بود و به تبع اون سازمانی شکل گرفت تحت عنوان سازمان ملل متحد. قرار بود این سازمان سازمان ملل متحد باشه نه سازمان دول متحد. ما اخیراً از همین کانال شبکه فعالان فرهنگ صلح
یک نامه رو تنظیم کردیم، کارزاری رو راه انداختیم به آقای گوترش که عنایت بکنن و پیگیر بشن که اون اهداف مقدسی که سازمان ملل متحد برام بنا نهاده شده دوباره بازکاوی بشه و بر مبنای اون یک نیروی همافزای ملل در جهان اتفاق بیفته و بتونه به اون اهداف صلح در جغرافیای پیرامونی انسان ها و حتی سایر زیستمندان کمک بکنه، چه اینکه جنگ سبب میشه طبیعت نابود بشه، نابودی طبیعت سبب میشه صلح بین انسان ها و اون عدالتی که قرار بین انسان ها توسط دول عدالت برزم ایجاد بشه طبیعتا دستخوش تغییر و تحولات متعددی خواهد شد. ما اگه استاد ملکیان عزیز سخن پایانی نداشته باشن، اگه دارن در خدمتشون هستیم، اگر نه با دعای استقبال نوروز ما از خدمت همه شما خوبان مرخص خواهیم شد. در خدمت دوستانم بودیم، من نگاه کردم عزیزی سوالی تر نکرده چون که زمان به درازا کشیده. استاد عزیز نکته پایانی داری؟ من فقط یک جمله عرض میکنم، این که آقای آذری اشاره فرمودن که به مثلا سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشته شده، این که ما از سازمان‌های بین‌المللی کمک بگیریم این که و یا از دول کمک بگیریم، من اینها رو هیچ قبحی درش نمی‌بینم. فقط یک نکته رو من خیلی به جد تأکید میکنم، چند سال پیش هم در یک سمیناری تحت عنوان امید اجتماعی اونجا مطرح کردم و خیلی برام واضحه، نمیخوام بگم چون واضحه شما قبول کنید، میخوام بگم شما روش فکر بکنید. من این که ما برای رسیدن به یک جامعه خوب، یک جامعه که زندگی خوب و خوش و ارزشمند به شهروندانش بده، از هیچ کوششی نباید فروگذار کنیم، کاملا با شما موافقم. اما یک چیزم خدمتتون بگم، هیچ وقت تخم مرغ‌هاتون رو تو سبد دولت‌ها و تو سبد سازمان‌های بین‌المللی نگذارید. توجه می‌کنید، هر چی می‌خواید استمداد ازشون بکنید ولی خیلی امید بهشون نبرید. استمداد رو بکنید، چرا؟ چون گاهی وقتا هم هست که تیر به حسب موقعیت به اصابت می‌کنه به هدف و آدم، اما امیدتون رو به دولت ها نبندید، امیدتون رو به سازمان های بین‌المللی هم نبندید. خاصیت قدرت فساده. خاصیت قدرت، قدرت هر جا متمرکز شد فساد میاره، خواه در دول متمرکز بشه و خواه در سازمان های بین‌المللی. بنابراین در عین اینکه هر گونه استمداد از دول رو، هر گونه استمداد از سازمان های بین‌المللی و این دوتا رو من اونم توصیه میکنم، اما میگم کارتون رو بکنید، اما امیدتون فقط به شهروندان باشه، فقط به یکایک که مردم روی پلی زمین باشه. نگاه میکنید کسی که قدرت به دست آورد یا میخواد این قدرت رو حفظ کنه، یا میخواد این قدرت رو افزایش بده، یا میخواد این قدرت رو توجه کنید عمق ببخشه. این سه تا کار میخواد بکنید. او دغدغه اولش حفظ قدرته و افزایش قدرته و عمق بخشیدن به قدرتشه. ما باید به دنبال یکایک انسان ها باشیم. بنابراین اون که شما گفتید و کاری کرده کاری هم خوبه، ولی فکر نکنیم که اینها میتونن بالمعال برای ما کاری بکنن. بالمعال ما باید مخاطرانمون تک تک انسان ها باشن و بگیم تو برادر منی، تو خواهر منی، من اومدم به تو کمک کنم، خودت هم اگه چیزی در این جهت از دستت برمیاد انجام بده. اما دولت ها و سازمان های بین المللی متاسفانه آنچه ما ازشون انتظار داریم رو برآورده نمی کنند. بنابراین یکی دو تا تخمتون هم بگذارید در سبد دولت ها، یکی دو تاش هم بذارید در سبد سازمان های بین المللی، ولی بخش اعظم سرمایه‌تون رو بذارید روی یکایک انسان های روی زمین، اونان که بالمعال ما میتونیم بهشون اعتماد بکنیم و بهشون پشت بدیم و استظهار داشته باشیم بهشون و مستظهر و پشتگرم باشیم به کمک ها و خدماتشون. و سلام درود بر شما. فقط در حسب حق مطالبه گر بودن، حق مطالبه کردن کنشگران صلح،
از سازمان‌های بین‌المللی که برای هدف صلح در این جهان شهر شکل گرفتند، این درخواست رو ما به زودی همرسانی خواهیم کرد. انتظار داریم عزیزان کمک بکنن تا امضاهای بیشتری رو بتونیم به سازمان برسونیم، بلکه اتفاق خوشایندی هرچند در حیطه اختیارات اندک اونها شکل بگیره برای ما کافی است. این حداقل ها رو ما بهش خواهیم پرداخت، گرچه از حد اکثرها که پشتوانی شهروندانه نخواهیم گذشت و همیشه اتکای ما بر آن خیلی عظیم انسانی است که امیدواریم اتفاقای خوشایندی رو در کنار هم با هم فهمی و همدلی و مهربانی که شک خواهند داد شک بدن. تشکر میکنم من از همه خوبانی که از ابتدای سال 1400 تا به امروز که آخرین ساعت 1400 رو سپری میکنیم در گفتگوهای مناسبتی شنبه ها با سول برای با ما همراه بودن، به ویژه اون اعضای عزیزی که در قالب انجیو ها و شخصیت حقیقی سول ورز و سول ساز ترکیبی از شبکه فعالان فرهنگ سول رو حدود 45 انجیو شخصیت حقیقی دور هم جمع شدن این شبکه رو شکل دادن، و ویژه تر از سرکار خانم دستوری که پیشنهاد این همبندی رو مطرح کردن سپاسگزارم. دعا میکنیم قرار بود امشب در خدمت ایشون هم باشیم و البته ایشون میزبان باشن، ولی به دلیل گرفتار شدن به بیماری ما از موهبت حضور ایشون بی‌بهره موندیم در این آخرین دقایق گفتگوهای مناسبتی، ولی سپاسگزاریم از همه تلاش‌های ایشون و همه عزیزانی که در شبکه فعالان فرهنگ سول با ما همراه بودن و ویژه که بر من نوعی رئوف منت نهادن تا بتونیم دبیری این گفتگوها رو در سال 1400 بر عهده بگیریم. امیدواریم که در سال 1401 هم به شکل دیگر و به نوع دیگر یا با همون روال قبلی اما با دستاوردهای بیشتری در خدمت شما عزیزان باشیم. من اگر بهانه بکنم همین بیت آغازین رو، گر صلح کنی لطیف باشد در وقت بهار و مهربانی، فرخنده باد بر شما جشن نوروز باستانی، ای پدید آورده رفتار نیک، بر زبانم نقش کن گفتار نیک، سال نو اومد غم از دلها ببر، جام دل لبریز کن از پندار نیک، یا مقلب القلوب والافصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. و ویژه سپاسگزارم از همه عوامل پشت صحنه و ویژه میزبانان و یاری رسانان کل گفتگوهای مناسبتی، طراح بزرگوار که همیشه همراهی کردن و میزبان امشبمون آقای خضری که از پیجشون ما در خدمتشون بودیم، همچنین آقای احمدنژاد گل، آقای الهی، آقای محمودپور و همه عزیزانی که کمک کردن تا این اتفاق مبارک در آخرین ساعت و دقایق 1400 بیفتد. همگی رو به خداوند منان میسپارم تا روز دیگر و نوروز دیگر و روز نو دیگر و شکل دیگری از کنشگری ما در بستر صلح و برای صلح همه شما خوبان رو به عزت منان می سپارم و ویژه از اساتید بزرگوار سپاس گذارم. به خداوند منان می سپارمتون. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا نگهدار.